سلام عزیزانم، به برنامه پخش مستقیم امشب خیلی خوش اومدید. شنبه اولین روز هفته و در پایانش با برنامه پخش مستقیم همراه هم خواهیم بود. امیدوارم که روزها و هفته خوبی رو گذرانده باشید. مدت دو هفته است که من خدمتتون نبودم، یعنی در واقع شنبه قبل خدمتتون نبودم و الان فرصتی هست که با هم برنامه‌ای رو که به عنوانش رو در پایین صفحه میبینید با هم پیش ببریم. اما چرا این موضوع؟ میدونید که 20 ماه نوامبر روز جهانی کودک در سطح بین المللی اعلام میشه. در کشورهای مختلف از جمله ایران این روز متفاوت هست. مثلا در ایران 16 مهر ماه اگر اشتباه نکنم روز جهانی کودک گفته میشه. در واقع جهانی نیست دیگه، یه چیز داخلیه، اما به صورت بین المللی 20 ماه نوامبر روز جهانی کودک است. اما چرا روز جهانی کودک؟ چرا دفاع از حق کودک؟ و چرا این موضوع برای برنامه؟ تا اونجا که به برنامه پخش مستقیم مربوط میشه، ما همیشه راجع به معضلات اجتماعی و کمبودها، درگیری ما با جمهوری اسلامی و آلترناتیو های ما چی میخواییم و چی رو میخواییم جایگزین کنیم، اوضاع جامعه رو چی میبینیم، از چه شکایت داریم و چی میخواییم جاش بذاریم، آیا واقعا ساختن جهانی شاد ایمن برای کودکان امکان پذیر هست یا نه، یا ما داریم خودمون رو خسته میکنیم، و حق کودک چیه و چرا حق کودک مهمه. یک موضوع ساده‌ای هست، گفته میشه که محک رفاه جامعه رفاه کودکانه. خیلی هم درسته، خیلی دقیق و آدرس میکنه موضوع رو. جایی که کودکان امنیت ندارن، رفاه ندارن، پشتیبان ندارن، ممکن نیست اون جامعه حالش خوب باشه. فقر و فلاکتی که به جامعه مستولی شده و حکومتی که گوشش بدهکار نیست، گوشش بدهکار نه مردم هست نه وضعیت جهنمی که بر سر مردم آورده، مشغول داد و ستد سیاسی و امنیتی و نظامی خودش تو منطقه است. چند میلیون کودک از بین بره ککش هم نمیگزه، حتی دیگه شعارش هم نمیده، حتی ادای این که مدافع حقوق کودکان هست رو هم در نمیاره. شما به چهره فقر زده جامعه نگاه کنید، از هر طرف کودکانی رو میبینید که دچار مصیبتن، یا مدرسه رو از دست میدن، یا مریضن، سوء تغذیه دارن، توی خیابونها ویلون و سرگردونن به عنوان کودک کار و خیابان، و از هر طرف حاشیه نشینی و فقر زدگی جامعه سبب میشه که اولین قربانیانش یعنی کودکان از پا دران. ما راجع به یک موضوعی امشب میخواییم صحبت کنیم که دخالت مستقیم، اضطراری و فوری ما رو میطلبه. این وضعیت جهنمی اگر ادامه پیدا کنه، نسلی به طور کلی نابود میشن و اون نسل فرزندان ماست. حکومت اسلامی با بیقیدی که اصلا فقط از جمهوری اسلامی سر میزنه، میگه که کودکان دچار تغذیه‌ان. یکی دیگه آمار میده، میگه که اصلا کلن کودکان دچار کوتاه قدی شدن، اندازه دور جمجمه کودکان نسبت به مثلا 10 قبل کوچکتر شده، و دلیلش این است که مواد غذایی لازم و کافی به کودکان نمیرسه، دارو، درمان و ریز مغذی ها، ویتامین ها، مواد معدنی مقصودم، اینها به کودکان نمیرسه. چرا نمیرسه؟ خیلی ساده است.
خانواده که کارش رو از دست میده، 5 برابر زیر خط فقر زندگی میکنه و 8 گرو 9 غذایی نداره تو سفره بذاره. و چطوری میشه زیر خط فقر زندگی کرد اما کودکانی شاد و شاداب و سالم و تندرست و موفق و سرحال داشت؟ اصلا غیر ممکن. و نکته همینجاست، چرا کودکان به این روز افتادند؟ مسببش کیه؟ چه کار میشه کرد؟ از کجای ماجرا شروع کنیم و مقابل این مصیبت و حرمان بی پایان بیستیم؟ راه‌های چاره چیه؟ NGOها، نهادهای دفاع از حقوق کودک با چنگ و دندون با جمهوری اسلامی درگیرن و مداوماً قربانی میدن. آتنا دائمی، امید علیشناس، سعید شیرزاد، بهنام ابراهیمزاده، چهره‌های سرشناس و شناخته شده و ده‌ها فعال دفاع از حق کودک هست که فهمیدن اوضاع خرابه و پاشونو گذاشتن توی میدون اصلی و صحنه اصلی جامعه، وارد عرصه‌ای شدن برای خاتمه دادن به کار کودک، برای خاتمه دادن به زباله‌گرد، کودکان زباله‌گرد، کودکانی که دچار سوء تغذیه‌اند. خود حکومت اسلامی میگه 1/4 کودکان، یه جا دیگه آمار داره میگه 1/3 کودکان، بدون اینکه براش فرق کنه این میشه چند میلیون کودک، دچار سوء تغذیه‌اند به همین سادگی. و بعد میگه 7 استان کشور، اینو دست کم نگیرید، 7 استان کشور در مرحله بحرانی سوء تغذیه کودکان قرار دارند. خب حالا مردم باید چکار کنن؟ چکار کنیم ما؟ این موضوع برنامه امشبه. چگونه باید با این معضل درگیر شد؟ چگونه فعالین دفاع از حق کودک رو که دستش آستین بالا زدن برای اینکه مقابل این مصیبت بیستند رو از زندان بیرون بیاریم؟ جرم اینها چیه؟ ببینید در پرونده اینها چی نوشته شده. در پرونده مثلا سعید شیرزاد، فعال دفاع از حق کودک، بسیار انسان سرشناس، خوش نام، از فعالینی بود که در زلزله ورزقان، یادتون میاد سال 91 اگه اشتباه نکنم، با یک اکیپ از جوانهای دیگه رفتن ورزقان کمک کنن، اونجا دستگیرش کردن به جرم کمک به کودکان زلزله زده. بالاخره بعد از 19 روز 20 روز سعید و دوستانش رو با قید وثیقه های سنگین آزاد کردن. مجددن در 12 خرداد سعید شیرزاد دستگیر شد، براش جرم نوشتن، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی. تبانی برای چی؟ چرا جمهوری اسلامی به محض اینکه کسی میگه کودک نون نداره تهدید علیه خودش میبینه؟ کودک نون نداره چون خانواده نداره، کودک گرسنه است چون خانواده گرسنه است. اینجوری نیست که پدر و مادر سیرن و مشغول تفریحاتن و رفتن مرخصی و در حال استراحتن و کودکشون گرسنه مونده. نه، نون تو سفره نیست. زندگی زیر خط فقر یعنی همین. اجاره خونه نیست، پول آب و برق رو نمیتونیم بدیم، غذا هم نمیتونیم بخریم، کودکمونم سوء تغذیه میگیره. جمهوری اسلامی هم ککش نمیگسه. ولی اگه کسی اومد گفت آقا نون این کودک کو، میگه تو علیه من تبانی کردی. 5 سال زندان برای سعید شیرزاد، 10 سال زندان برای امید علیشناس به جرم اصلا معلوم نیست چیه. یعنی به قدر این حکم تکان دهنده است که شما در هر مجمعی با صلاحیت اعلام کنید میگن 10 سال زندان، آدم کشتن، به جایی حمله کردن، حمله مسلحانه صورت گرفته، چی شده؟ یه جوون به نام امید علیشناس رفته گفته آقا کودکان کار و خیابون اینا تلف شدن، نابود دارن میشن. همین جرم همینه. تلفن های ما برای تماس شما باز هست، تلفنی که در پایین صفحه میبینید، با ما در تماس باشید. در این حال در برنامه امشب با شیوا محبوبی از مسئولین و سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هم صحبت خواهیم کرد و کمپینی رو
که دو نهاد کودکان مقدمند و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی استارت زدن شروع کردن رو به شما معرفی میکنیم. از اتاق فرمان یه خواهشی دارم، اونم این که یک کلیپ خیلی کوتاهی هست، هر وقت براشون میسر شد آماده کنن، این رو با هم ببینیم که این کلیپ رو دیده باشید، بیشتر راجع به موضوع برنامه در جریان قرار گرفته باشید. یادتون باشه تلفن ها هم برای تماس شما باز هست. اشاره میکنن که کلیپ رو داریم. چند سالته؟ هشت سالته؟ چرا کار میکنی؟ چرا کار میکنی؟ بابات کجاست؟ پیره؟ فقط تو کار میکنی؟ اون یکی داداشه چند سالشه؟ نمیدونی؟ 15 سالشه؟ نه 13 سالشه؟ نانت در سرزمین زیتون گم شده است شاید، و آینده ات آتش زنی است اکنون که روشن می دارد تنور جنگ را، که فیض دیار یوسف و کودکی گم شده است در این نزدیکی که بازار چینی ها شکند. ولی روحت چه هولناک آرام است پیش از طوفان فردا. کودکی گنجی از رود صداقت به صفای آب است، کودکی صفحه از عشق و محبت به شکوه ماه است، کودکی سلسله عشق به دنبال سرشت است، کودکی لاله سرخ است به باغ امید. حالا این گلات چنده؟ هزار تومن؟ چند سالته؟ مدرسه هم میری؟ اصلا مدرسه نمیری؟ اینجا تو جاده بهشتر هر روز وای میشی؟ آره؟ بابا ننت کجا؟ اومد تو میه کاسبی میکنی؟ نه بایی چقدر بودی؟ چقدر میپروشی؟ چند خواهر برادری؟ کلیپ رو با هم دیدیم، به اندازه کافی گویا هست. به پاسخ کودکان نگاه کنید، چی دارن میگن؟ این وضعیت جهنمیه که ما باش رو برویم. برای زندانیان سیاسی که میخوان به این وضعیت خاتمه بدن کمپین رو شروع کردیم. از شما میخوام که روی خط بیایید، راجع به وضعیت کودکان صحبت کنید، وضعیت کودکتون در مدرسه، در محیط کار. یکی از وزرای کار جمهوری اسلامی، اسمش الان یادم نیست ولی فکر میکنم زمانی بود که صادق محصولی وزیر میلیاردر دولت احمدی نژاد با وقاحتی که فقط از جمهوری اسلامی برمیاد میگفتش که ما استادکار 6 ساله داریم.
و افتخار میکرد بهش. استاد کار 6 ساله، بدون اینکه این آدم وقیح پاسخ بده، یک کودک جاش تو مدرسه است. از کی شروع کرده؟ از چه سالی این کودک کار رو شروع کرده که در 6 سالگی استاد کار شده؟ 2 سالش بوده رفته سر کار؟ کودک 2 ساله رو فرستادین سر کار؟ و حالا داریم بهش افتخار میکنیم؟ کودکی چیه بالاخره از نظر جمهوری اسلامی؟ اگر کودکان امنیت ندارند، اگر کودکان رفاه ندارند، اگر کودکان آینده ای براشون توسط حکومت اسلامی برای آزادی و رفاه و سعادت و خوشبختیشون تهیه دیده نشده، آینده چه خواهد شد؟ اما ما راجع به خود آینده صحبت نمی کنیم. آینده الان داره ساخته میشه، فردا امروز نوشته میشه. و امروز وضعیت جهنمی کودکان، کودکان زباله‌گرد، کودکانی که در خیابون‌ها به حال خودشون رها شدن، بیش از 7 میلیون کودکی که مدرسه‌شو از دست داده و حکومتی که بدون قید و اهمیتی کار خودشو داره میکنه، جامعه رو به حال خودش رها کرده، رفته مشغول کار با اسد در دمشق و در یمن، در عراق مشغول ماجراجویی های نظامیشه. تا قبل از مذاکرات هسته‌ای مشغول تهیه اورانیوم و پلوتونیوم بود، حالا جلوشو گرفتن، هر چقدر که از سفره مردم برداشت الان تبدیل شد به هیچ، ادامه میده کارش. حالا میخواد موشک آزمایش کنه، حالا میخواد بره دنبال جبهه های جنگ، حالا باید بره از اسد دفاع کنه. سخنرانیش هم که شنیدید، گفت اسد از خوزستان برای ما مهمتره، اگر ما در دمشق نجنگیده بودیم باید در خیابانهای تهران میجنگیدیم. به همین وقاحت. در خیابانهای با کی میجنگیدید؟ در خیابانهای تهران. این نکته رو فراموش نکنید. بفرمید. من دارم بدبختی ایرانی ها رو به سر کسی بزنم. اولا شما باید مؤدب باشید، ثانیا شما باید حقیقت رو بگید. بدبختی ایرانی ها، خب این بدبختی از کجا اومده؟ این بدبختی حقیقت داره یا نه؟ یا ما دروغ داریم میگیم؟ شما باید راجع به این صحبت کنید. حقیقت این هست که حکومت اسلامی با زبون خودش داره میگه که بیش از 7 میلیون کودک مدرسه ندارن. این حقیقت هست که آموزش و پرورش تبعیض آمیز ترین نهاد حکومتیه و رسما دانش آموزان رو به فقیر و غنی تقسیم میکنه و بر اساس اینکه چقدر میتونن شهریه بدن مدرسه خوب گیرشون میاد. شما اینو قبول میکنی؟ میپذیری؟ یا بهش اعتراض داری؟ میگه این چه نهادیه؟ مگر نباید همه کودکان به یکسان آموزش و پرورش داشته باشن؟ مگر نباید همه کودکان با شکم سیر به مدرسه برن؟ کودک که نمیتونه برای خودش غذا تهیه کنه، پوشاک تهیه کنه، مدرسه تهیه کنه، علیه تبعیض بجنگه. کودکه، کی باید ازش دفاع کنه؟ وظیفه دولت که نیست، گذاشته کنار. به آموزش پرورشش نگاه کنید. آموزش و پرورش قدم اول تبعیض و نابرابری رو میاره نهادینه میکنه، تبدیل میکنه به قانون. بعد شما به من میگید چرا بدبختی ایرانی ها رو تو سرشون میزنین؟ نه، درست برعکسه. اینها رو باید گفت و راه چارش رو پیدا کرد. این بدبختی از کجا اومده؟ نازل شده؟ بارون بدبختی میباره؟ ابرش کجاست؟ جمهوری اسلامی نیست؟ پس کیه؟ وزیر بهداشت میگه 22، اصلا این رقم تکانده فوق العاده تکاندهنده است. 28% کودکان فاقد امکانات غذایی هستند. به نظرم میاد که ما شیوا محبوبی رو که من قول داده بودم همراه ما باشه روی خط داریم. شیوا صدای ما رو داری؟ بله، سلام میکنم.
به شما و بینندگانتون. خیلی خوشحالم. بینندگان ما شیوا محبوبی رو خوب میشناسن، سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی. براتون گفتم که کمپین مشترکی توسط دو نهاد کودکان مقدمند و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی برگزار میشه. شیوا محبوبی خیلی خوش اومدی به برنامه ما. قبل از هر چیز ممنونم ازت که این وقت رو در اختیار ما گذاشتی. ازت میخوام این کمپین رو معرفی کنی. یک کلیپ بود که ما در این فرصت تونستیم نشون بدیم. میکروفون مال توه، بفرمید. بله، سلام میکنم خدمت شما. من طبعا خیلی ممنون، کلیپ رو حتما دیدین، همکارم الیاس در کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی درست کردن. و این طبعا یه کمپینی هست. از ابتدا ما به عنوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همیشه در رابطه با فعالین حقوق کودکان که در زندان هستن ما مرتبا کار کردیم، صحبت کردیم. حالا مشخصا دوست دارم قبل از اسم ببرم ازشون، سعید شیرزاد، آتنا دائمی، بهنام ابراهیم‌زاده و امید علی شناس. اخیرا طبعا به دنبال کلن کارهایی که انجام میدیم، ما بیشتر در صدد این هستیم که در سطح جهانی بتونیم با نهادها و سازمانهای غیر ایرانی که روی مسئله نقض حقوق انسانی در ایران کار میکنن کمپین‌های مشترک هم بگذاریم که تاثیرپذیرتر باشه. که همونطور که گفتین، خوشبختانه نهاد کودکان مقدمند هم بخشی از این کمپین هستن، به عنوان حمایت کننده این کمپین هستن که خیلی مهمه. این در واقع ما در ماه نوامبر به دنبال این که در رابطه با سعید شیرزاد، فعال حقوق کودک در زندان هستش، نامه‌ای به همه سازمان‌ها فرستادیم و ازشون خواستیم که از سعید حمایت کنن. سازمانی به اسم Frontline Defenders که ترجمه فارسی میشه مدافعین حق خط مقدم، اینا سازمانی هستن که از مدافعین، از فعالین به اصطلاح فعالین حقوق بشر دفاع میکنن و براشون کمپین میذارن. از جمله یکی از کسانی که جزو دوستان این سازمان هستش، کایلاش ساتریارتی هستش که در واقع جایزه نوبل 2014 رو برد. ایشون خودش فعال حقوق کودکان هستن. به هر حال ما این رو شروع کردیم. آغازش رو همطور که میدونین دیروز روز جهانی کودک بود، آغازش رو با همین روز شروع کردیم. اما یه چیزی رو که میخوام بگم اینه که من بیشتر نمیخوام خیلی صحبت کنم، دوست دارم ببینم شما چه سوالایی دارین، ولی این کمپین مشخص در رابطه با سعید شیرزاد و آتنا دائمی هستش که با این سازمان و از جمله خود نهاد کودکان مقدمند و تعداد دیگری، حدود فکر میکنم 7 یا 8 سازمان دیگه، این رو شروع کردیم به صورت تومار، به صورت فعالیت تویتری، به صورت نامه نوشتن. خود همین آقایی که در واقع آقای ساتیارتی که جایزه نوبل 2014 رو برده، قرار نامه‌ای در حمایت بنویسه و از جمهوری اسلامی تقاضای آزادیشون رو بکنه. به هر حال این شروع این کمپین هستش که همش دو روز شروع شده. امیدواریم در واقع بتونیم فعالیت‌های مهمی در این رابطه بکنیم، چون من شخصا فکر می‌کنم ما باید بتونیم هرچه بیشتر این سازمان‌های جهانی رو که مدافع حقوق انسانی هستن درگیر بکنن که بتونیم از اون طریق اون همبستگی جهانی رو به وجود بیاریم، تقویت بکنیم. من اینجا لازمه یه نکترم بگم. طبعا این سازمان مشخصا روی با ما در رابطه با سعید شیرزاد و آتنا دائمی کار میکنن، اما ما داریم رو کیس بهنام ابراهیم زاده و امید علی شناس، دو تن دیگه از فعالین حقوق کودکان کار میکنیم و این رو داریم به معنی قانعشون میکنیم که باید این دو نفر هم جزوشون باشن. متاسفانه یه واقعیتی که از وقتی که کیس هایی در توی رسانه ها بیشتر شناخته میشه، سازمان های جهانی معمولا این کیس ها رو بیشتر کار میکنن. حالا ما داریم روی وضعیت بهنام و امید هم کار میکنیم. از طرف خود ما این دفاع از فعالین حقوق کودک برای هر 4 نفر هستش. شیوا، به امید علی شناس به 10 سال زندان محکوم شده و قبل از اینکه شما روی خط بیایید من به این موضوع اشاره کردم و این سوال رو مطرح کردم که امید چه جرمی مرتکب میتونسته بشه
که 10 سال به خاطر اون در زندان باشه، اقدام مسلحانه ای کرده، به بانکی حمله کرده. چیه دلیل 10 سال زندان امید؟ خب ببینین، امید در واقع کسی بوده از حقوق کودکان حمایت کرده، از کودکان کوبانی یکی از جرماش این بود حمایت کرد و در تجمعی که توی پارک لاله بوده اونجا شرکت کرده. در واقع ببینین، امید علی شناس 10 سال حکم داره، بهنام 5 سال تو زندان بوده، 9 سال و 4 ماه بهش دادن، آتنا 14 سال بهش دادن، سعید 5 سال. تمام این 4 نفر، نگفتم نمونه، فعالین حقوق کودک دیگری هم حتما هستن در زندان ها، ولی این 4 نفر با این احکام طولانی که دارن، با وضعیت خیلی بدی که در اون هستن، تنها و تنها جرمشون اینه که از این کودکان حمایت کردن. وقتی میگیم کودکان، مخصوصا کودکان کار و خیابان، مثلا آتنا به اینا درس میداد، بهشون نوشتن و خوندن یاد میداد، به نام کسی بود با اینا مصاحبه میکرد. همون کلیپی رو که مشاهده کردین واقعا به یمن فعالین کودکان هستش، که این ما ها تو سطح دنیا میتونیم به مردم بگیم کودکانی که هستن که اصلا کودکی نکنن، روز جهانی کودک براشون معنی نمیده. امید علی شناس، طبعا من این رو هم بگم، نمیدونم اشاره کردین، همین امروز در مقابل زندان اوین تجمعی بود، مادر امید علی شناس رو دستگیر کردن، از جمله 30 نفر رو دستگیر کردن، از جمله مادر امید علی شناس. و امید در واقع دست به اعتصاب قضا زده، گفته تا آزادی مادرم من به اعتصاب قضا ادامه میدم. تمام این کسایی که ملاحظه کردیم، ببینید آتنا دائمی یکی از جرماش اینه که به آهنگای شاهین نجفی گوش داده. تمام اینایی که دیدین دقیقاً کسانی بودن که حتی تو بازجوییاشون، بهنام ابراهیم استاده میگه تو بازجوییام تعدادی خیلی از سوالایی که میکردن در رابطه با فعالیت‌های حقوق کودکم بود. اینها از کودکان بی سرپرستی حمایت میکنن که واقعا هیچ کس و هیچ چیزی رو ندارن، هیچ رویایی ندارن. جرمشون دفاع از کودک، اینجوری بگم. اینا به جای اینکه اگه تو کشور دیگه بود به اینا جایزه میدادن، بهشون واقعا چندین بار ازشون تشکر و قدردانی میکردن، ولی اینا تو ایران از طرف جمهوری اسلامی به معنی زندان میگیرن، شکنجه میگیرن. این جواب این هستش. و اینم در نظر بگیرین، وقتی که اینا رو دستگیر میکنن، فقط به اینا لطمه نمیخوره، به این کودکانی لطمه میخوره که اینا صداشون بودن. ما در همین کمپینی که داشتیم داریم، در واقع یه هدفمون این هستش، هدفمون آزادی فعالین حقوق کودکان هست، ولی خود این ما به این اشاره کردیم که این در واقع تضعیف اون جنبش حمایت از حقوق کودکان در ایران هستش. خب شیوا، مردمی که صدای تو رو میشنون و به برنامه پخش مستقیم توجه دارن، زنگ میزنن، رو خط میان، این کمپین چه وظیفه، یا کلن اینجوری بهتره بگم، مردم چه کار میتونن بکنن؟ الان کمپینی اعلام شده در دفاع از زندانیان سیاسی که جرمشون دفاع از کودکان کار و خیابون بوده، مردم چه کمکی میتونن بکنن؟ بله ببینین، چند نکته رو، من نمیخوام خیلی عمومی حرف بزنم، ببینین چند نکته رو بهتون بگم. یکی از اون چیزا این هستش که مثلا در حال حاضر یه مثال کوچیک براتون بزنم. من چندی پیش مسئله سعید شیرزاد رو توی یه دونه سایت غیر ایرانی مطرح کردم. یه دانشجویی از یکی از دانشگاه‌های آمریکا سریعا تماس گرفت، گفت من دوست دارم از سعید حمایت کنم، چی کار باید بکنم؟ خب این دانشجو براش متریال فرستادیم، شروع کرده میز حمایت از سعید رو بذاره. من میگم این کسیه که نه تو ایران بوده، نمیدونه وضعیت ایران چیه. همین که شنیده یک فعال کودک در زندان هستش، احساس کرده باید این کاری بکنه. من میگم همین حالا یک کمپینی از در حمایت از این 4 فعال کودک. کسایی که تو کشورهای اروپایی زندگی میکنن، تو کشورهای دیگه، خیلی دستشون بازه با ما تماس بگیرن. اگه حتی امکان تماس با ما رو ندارن، تو اون کشورشون بکنن به کجا باید مراجعه کنن. همین کاری که این دانشجوی آمریکایی کرده، هر کسی میتونه بکنه. در رابطه با ایران به نظر من خیلی کارا میشه کرد. همین حالا، همین امروز روز شنبه، به خاطر تجمع در مقابل اوین 30 نفر رو دستگیر کردن.
یکیشون مادر امید علی شناسه. امید علی شناس نباید دست به اعتصاب غذا بزنه برای اینکه مادرش آزاد بزنه بکنه. اگر تجمع بزرگی در مقابل زندان اوین بود، اگر همین مردم برن اعتراض بکنن، امید مجبور نیست جون خودشو به خطر بندازه که مادرش آزاد بکنه. دفاع از امید نباید فقط مادرش باشه. اشتباه نکنیم، من اینو نمیگم مردم دفاع نمی کنن. مردم واقعا با تمام وجود، ما واقعا پستی رو که روی فیسبوک گذاشتیم در رابطه با این بچه ها، خیلی ها سعی کردن از طریق پخش کردنش در میدیای اجتماعی کمک بکنن، ولی منظورم اینه به نظر من این 30 نفر رو دستگیر کردن، یکیش مادر امین، رفتن و تجمع کردن دم زندان اوید، خواستار آزادیشون بشن. خیلی از این جمعیت هایی که کار میکنن در رابطه با حقوق کودکان، امید، بهنام، آتنا، سعید جزء این جمعیت ها بودن. من ممکنه ملاحظه داشته باشن، ولی خیلی های دیگه میتونن اعتراض بکنن و حمایت بکنن، اینا خواستار آزادیشون بشن. من میگم خواستار آزادی اینها بشن، از طریق تجمع، از طریق نامه، از طریق رفتن سراغ سازمان های جهانی. این کارا رو میشه کرد و با ما تماس بگیرن. ما میتونیم به راحتی در اختیار بذاریم راه‌های مختلف رو که چجوری میتونن حمایت بکنن. اگر ما اینا رو آزاد نکنیم، فردا ده ها فعال حقوق کودک رو هم دستگیر میکنن. اولین سوال اینه، وقتی شما تو ماشینتون نشستین، یه بچه میاد به شما گل میفروشه، شیشتون رو میخواد تمیز بکنه، این بچه تنها حمایتش تو زندانه، چیکار میخوایم بکنیم؟ دقیقا. خب شیواد، اینا رو صحبت کردی، اما آیا امکان هست که مستقیما با خود این کمپین، با مسئولین این کمپین تماس گرفت، گفتی که با شما تماس بگیرن، از چه راهی این میسر هست؟ امیدوارم من میتونم، حالا اگه شماره تلفن به من رو ندارین میتونم بدم، ولی فکر میکنم راحت ترین راه، من با تجربم، یکی اینکه خیلی ها فیسبوک دارن. بله. میتونن اگر فیسبوک ما به لاتین بنویسن، زندانی سیاسی، فیسبوک ما بالا میاد هر جا که روی اینترنت باشه. یعنی به لاتین بنویسن شیوا؟ بله، با حروف لاتین، زندانی سیاسی. زندانی سیاسی. یا خود من، و یا میتونن از طریق شما همین که حتی مثلا گوگل تایپ بکنین، معمولا اسم ما میاد بالا و میتونین تماس بگیرین، و یا با شماره تلفن خود من میتونین تماس بگیرین. میخواین بگم 075؟ بله بله. 72. یعنی 0044 4. بله. 0. بله. 72 35 35 6 6 6 1 6 6 1، یعنی سه مرتبه 6 بعد 1. بله، 1. بسیار خوب. روی اینترنت بنویسین شیوا محبوبی، آدرس و همه چیز ما میاد، وبسایتمون هستش. عزیزانی که خب تمام، خود من یک شنبه برنامه دارم، میتونن تماس بگیرن. همکارم ودا ایلکا تماس داره، میتونه از همین تلفن شما میتونن تلفن بزنن و مشخصاتشون رو به دوستان در اتاق فنی بدن. راه‌های خیلی زیادی هستش که دوستان میتونن تماس بگیرن از طریق، همونطور که گفتم، اینترنت بهترین راهش هستش. خیلی از دوستان با ما در تماس هستن از طریق فیسبوک و از اون طریق دارن کمک میکنن. هر حرفه‌ای دارین، هر کاری دارین، هر امکانی دارین، حتی اگه 2 ساعت وقت اضافه دارین، ما میتونیم به اصطلاح راه‌هایی رو برای کمک به این عزیزان در اختیار شما بذاریم و با ما تماس بگیریم. واقعا احتیاج داریم، چون من فکر میکنم این مشخصا اولین باره که در رابطه با فعالین حقوق کودک در زندان به طور منسجم کمپین برگزار میشه و ما این کمپین رو ادامه خواهیم داد. امیدواریم به یه مسئله تبدیلش کنیم که جمهوری اسلامی مجبور بشه جوابگو باشه، که بگه چیکار میخواد با اینا بکنه. اینو هم در نظر بگیریم، این عزیزان رو بیشتر در زندانهای عادی نگهداری میکنن که خود اون فشار بیشتری بهشون میاره. آتنا، بهنام وضعیت جسمی فوق‌العاده بدی دارن که بهشون رسیدگی نمیشه. ممنونم شیوا. در این حال میشه در فیسبوک کودکان مقدمن، چه فارسی و چه لاتین، فقط کافیه بنویسن کودکان مقدمن، میتونن از طریق فیسبوک کودکان مقدمن و همینطور راه‌های تماس دیگه، وبسایت کودکان مقدمن، شماره تلفن، وایبر، تلگرام، واتساپ و لاین هم
میتونن با نهاد کودکان مقدماً برای حمایت از این کمپین تماس بگیرن. نکته ای هست که خودت بخوای اضافه کنی شیوا؟ نکته نیستش، فقط من برای واقعا در خاتمه صحبتم فقط تقاضا میکنم از عزیزانی که به این برنامه نگاه میکنن، من مطمئنم نگاه میکنن چون براشون مهم هستش و ازشون خواهش میکنم این رو در نظر داشته باشن که مادر امید علی شناس همین حالا در زندان هستش، همین حالا، و امید به خاطرش دست به اعتصاب قضا زده. این رو در نظر داشته باشین. بارها با تجمعات در مقابل زندان‌ها تونستیم فشار بیاریم اینها رو آزاد بکنن، ولی مادرش هم میتونه کسی باشه که فردا خبرش رو میگیم که 10 سال، 5 سال، 4 سال بهش حکم دادن. اصلا خواهش میکنم که واقعا از هر طریقی میتونن از این فعالین حقوق کودکان حمایت کنم. خیلی تشکر میکنم. ممنونم. منم بسیار ممنونم، خوشحال شدم که صداتو شنیدیم و ممنون از اینکه فرصت گذاشتی و در برنامه پخش مستقیم شنبه شرکت کردی. خیلی ممنون از شما. خب عزیزانم، صحبت‌های ما رو با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی شنیدید. موضوع برنامه عنوانش در پایین نوشته شده. شماره تلفن تماس با برنامه هم موجود هست. الان همه چیز روشنه. با هم یک کلیپ دیدیم، صحبت‌های شیوا رو شنیدیم، کمپین رو اعلام کردیم و وضعیت وخیم کودکان، توقعات و انتظارات ما و راه‌هایی که باید فعالین دفاع از حقوق کودک رو از زندان بیرون آورد. در همه کشورهای پیشرفته دنیا فعالین دفاع از حقوق کودک مثل قهرمان‌های ملی هن. جایزه می‌گیرن. جامعه اونا رو رو سرش می‌ذاره. احترامشون رو داره. در جمهوری اسلامی برعکسه. در جمهوری اسلامی به جرم تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی دستگیر میشن. دفاع از کودک کار و خیابون، رفتن به بچه‌ای که از مدرسه محرومش کردن درس دادن، مراقبت از وضعیت تغذیه‌اش، پوشاکش و خطری که توی خیابون تهدیدش میکنه. آمار بهزیستی رو یه بار دیگه براتون میگم، به شدت تکون دهنده است. سازمان بهزیستی اعلام میکنه در کمتر از 12 ساعت، دقت کنید، در کمتر از 12 ساعت به کودکان در خیابان تجاوز جنسی میشه. به همین سادگی. یعنی هیچ سرپناهی، هیچ امیدی، هیچ مرجعی برای دفاع از این کودکان وجود نداره. این کودکان از کره مریخ نیومدن، فرزندان من و شما. به همین سادگی. خانواده‌ای که امکانات مالیشو از دست میده، دیرک چادرش در میره، پدری که از کار بیکارش میکنن، گرانی که سراست، اصلا نمیشناسه قیمت، مرز نمیشناسه، بالا میره. شما به قیمت دلار نگاه کنید، قیمت دلار میره بالا یعنی چی؟ یعنی این پولی که تو دست اون خانواده است 5 برابر زیر خط فقر دستمزدی که گرفته، یعنی هیچ. نه به غذا، نه به پوشاک، نه به اجاره خونه، نه به مایحتاج زندگی، به هیچ کدوم نمیرسه. و خب تکلیف چی میشه اینجا؟ معلومه که یه عده آستین رو بالا میزنن و میان تو میدون. یا نمیشه که این جامعه رو اینجوری ول کرد به حال خودش. جمهوری اسلامی دشمنی داره با این جامعه، دشمنی داره با مردم و دشمنی خودش رو داره انجام میده. چرا پولی که در دمشق و سوریه و لبنان و عراق و یمن و هزار جایی دیگه خرج میکنه، چرا سر سفره بچه مردم نیست؟ مگه مال این کشور نیست؟ مگه این حکومت این کشور نیست؟ مگه نمیگه رأی همین مردم منو سر کار آورده؟ خب رأی تو سرش بخوره، پس چرا ثروت مردم تو عراقه؟ پس چرا دسترنج مردم تو سوریه است؟ برای چی؟ چرا کارگر دستمزدش 5 برابر زیر خط فقره؟ مگه حکومت اسلامی اعلام نمیکنه میگه 3,200,000، یه جام گفته 3,500,000، کمتر خط فقره 3,500,000. خب دستمزد چقدره؟ 5 برابر زیر خط فقره، به اضافه یه زندگی که هیچ نوع تأمینی توش وجود نداره. کودک پول داری بفرستش مدرسه، نداری به سلامت. غذا داری یا نه به دولت و حکومت چه ربطی داره اصلا؟
بچه غذا خورد یا نخورد. ولی چرا تو کشور دیگه اینجوری نیست؟ چرا یه مؤسسه بچه ها رو تو مدرسه اسم می‌نویسه؟ مثل چی دنبالشون میکنه؟ واکسن زده؟ لباس داره؟ تفریح رفته؟ زبان دوم یاد گرفته؟ شعر و موسیقی یاد گرفته؟ شنا یادش دادن؟ دوچرخه سواری؟ اینا اجباریه تو خیلی از کشورها و دولت متولیشه. یه وعده غذای گرم، یه وعده غذای گرم یکی از نمونه های کارهای دولت های دیگه است. بفرمید. سلام، خسلام تو بزهاری. ممنونم، همینطور شما خواهد. سپاسگزارم. نه حرف شما رو الان گوش کردم، حرفتون واقعا منطقیه. یعنی باور کنید بیکاری که بیداد میکنه، تجاوز به بچه ها که یعنی ما جرعات میکنیم بخواه بچه ها اون بسیدیم بیرون تو کوچه. اصلا ایران میگن کشورهای دیگه هم نمیدونم آمنی هست، فقط ایران نیست، ولی به خدا ایران هیچ امنیتی ما نداریم. الان بیکاری از یک هست باورتون، یعنی قبض برق من انقدر زیاد اومده که شوهرم امروز میگه میرم جلو داره برق، اگه بهم نگن چه کار کنم بیان برقمو قطع کنن، اختیار قطع اومده بنزین میریزم خودم آتیش میزنم. اینه مملکت من. من فقط میخوام به اونای این حرفو بزنم که بگم اون زمانی که جلو شاه وایسادی مشت کردیم دستا رو، گفتیم ما این مملکت رو نمیخوام، جمهوری اسلامی رو میخوای، الان نسل جوان من چه گلی به سرم زده این جمهوری اسلامی. شو شما چند تا بچه دارید خانم؟ چند تا بچه داری؟ جان آقای بهاری، من واقعیتش ازدواج دومم، از شوهر اولم یه بچه دارم، از شوهر دومم یه بچه یک ماه دارم، تازه بچه هم یک ماه دنیا اومده. اولا چشمت روشن که بچهت به دنیا اومده. ممنونم، متشکرم. خب معلومه. ولی خب بفرم. ولی خب هیچ این بچه هایی که ما داریم واسه این کشور میاریم کوچه دار میخوان کنم. من الان قصه هم گرفته، یعنی به شوهرم نمیده گفتم کنم من اگه بخواد بچه هم مثل خودم سختی بکشه، هم خودم خلاص کنم هم بچه همو نمیذارم بچه هم بمونه، بخواد زرگی که من کشیدم بکشه. یعنی واقعا تحملش ندارم. شب و روز ما یه دعوای تو خونه، یعنی امروز صبح هم امروز صبح ما دعوا داشتیم دیگه، یه جور شده بود که همونده فقط چاقو بردن هم دیگه رو بکشیم دیگه. اینا به خاطر سیم وضعیت پیش اومده تو زندگی ما، همش گلیه که جمهوری اسلامی داره به سر ما میزنه. چرا من زن نباید تو خونه زندگیم خوشبخت باشم؟ به خاطر پول باید به شوهرم دعوا کنم؟ پول نه اینکه بیاد من پول بده برم. نه میفهمم. ما نزدیک دو سال ازدواج کردیم آقا بهاری، به قرآن حتی عید نوروز ما لباس نو نخریدیم، پول ازش نمیخوام برم خرید کنه. خیلی هم میگن بله دیگه میخوای بیفتی تو بازار دوره معلومه که دعوت میشه. نه من حتی خرجین به خدا مادر یکی از دوستان داره کمکم میکنه تو خونه. من فقط انقدر از شوهرم میخوام که اجاره خونه رو بده، 6 ماه اجاره نداده، داره بلند نمیگن پاک کنه. سر این موضوع دعوام میشده، فکر کن تو ایران یه مرد نتونه اجاره خونه شو بده. ممنونم عزیزم. اولا خیلی ممنون که زنگ زدی، مراقب خودت و همسرت و بچه‌هات باش. معلومه که فقر با خودش اختلاف میاره، قرار نیست که سفره خالیه و آدم ها دور سفره میشینن گل میگن و گل میشنفن. به وضعیت کودکان اشاره کردی، به وضعیت کودک خودت اشاره کردی. این مصیبتیه که در این برنامه ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم و راه حلش رو پیدا کنیم. راهی بجز این که به این وضعیت اعتراض کنیم هست؟ این وضعیت رو ما درست کردیم، ما مردم رفتیم خودمون رو بیکار کردیم، ما رفتیم دستمزدمون رو 5 برابر آوردیم زیر خط فقر، ما رفتیم گفتیم اجاره خونه رو ببر بالا که ما نتونیم اجاره خونه بدیم، قیمت‌ها رو اجناس رو انقدر گرون کن که ما نتونیم بخریم. معلومه که این اراده ما مردم نیست، یه حکومتیه که مردم رو به حال خودشون رها کرده. این نمونهشه، یه مادر به جای اینکه از بچه نوزادش لذت ببره، روی این خط بیاد با شادی بگه من بار دیگه مادر شدم، یه فرزند یه ماهه الان دارم و از لحظات شیرین بودن با بچهش صحبت کنه، ببین چی میگه. میگه من خودم رو راحت کنم، بچه‌م هم راحت کنم، شوهرم هم بره نفت بنزین بریزه رو خودش آتیش بزنه. این چه وضعیه؟ چرا اینه؟ چرا این جهنم به پا شده؟ این چه چاله دره زیر پای ما باز شده؟ و معلومه کودک این خانواده که از همسر اولشون هست، نمیشه، خب من خصوصی آدم نمیتونه سوال کنه، مدرسه میره، خانواده‌ای که 2 سال لباس نپوشیدن بچهشون لباسی پوشیده بره مدرسه،
بفرمایید. سلام، خسته نباشید. می‌خواستم خدمتتون بگم این دولت جمهوری اسلامی که ناب حضرت محمده، اینا اومدن فقط کودکان و جامعه رو از بین ببرن، یعنی کودک هیچ امکاناتی نداشته باشه روش بشه، میاد تو خیابون، همون جوانایی که میتونستن یه فرد مفیدی بشن شدن عرازل عباد، دیگه عرازل عباد شدید میگیرن این بچه یا دختر بچه و پسر بچه رو تجاوز میکنن و اینا کشور رو دارن میبرن به سوی کشور مستعمره، یعنی مستعمره کاملش کردن، هیچ امکاناتی نمیذارن. تو میری مدرسه محدودی که تو درس ها هستش، اون مطالبی که برای پیشرفت درسی تحصیل هستش چنان سنگینه، چنان بد آموزی داره، چنان سخته که دخترم میگه بابا ولش کن گورو پدرش کرده، پسرم میگه ولش کن. خب ولش کن چی میشه؟ جامعه همین میشه دیگه. و اینا هم میپیوندن به اون جوانایی که ما قبلش گرفتار بودن و اعتیاد و پشتش هم اعتیاد. و من خودم رفته بودم اسم بچه هم بذارم لاچین، گفت نمیشه اسم بچه تو بذاری لاچین. چرا نمیشه؟ خب میگفت چرا نمیذاری محمد، چرا نمیذاری حسن؟ اولا خب به تو رفتی نداره، خلاصه ننوشتن. اینا که حاضر نیستن اسم بچه رو عوض کنن، چی دارن برای ما؟ چی گذاشتن؟ من نوعی که نتونستم 6 سال گوش بگیرم تو خونم، بدبختی من چیه؟ این چیه مصیبت من گرفتار شدم که نمیتونم یه 6 سال گوش بگیرم؟ چرا انقدر گرون بشه؟ چرا بس بچه من روش نکنه؟ چرا بس بچه اون سرمایه دار روش کنه؟ تو این مدرسه که 2000 دانش آموز هست، این 10000 نفر و 500 نفر به نتیجه برسن، اونا 500 نفر کیه؟ 500 نفر بچه پول دارن، بچه های خودشونن، حامی های خودشونن. و الان ما واقعا توی یه گرفتاری عظیم گرفتاری که عظمتش مشخص نیست. بعد آیت الله خامنه ای میاد میگه امسال سال فلانی من اینو تصمیم گرفتم بذارم. خب تو مگه نمیبینی این همه بدبخت بچه گوشه خیابون؟ مگه نمیبینی بعد شما نگاه میکنی میبینی سال قبل سنجاب 1,000,000 30 تومن ارزش داشت، با این همه تورم همون 30 تومن مونده. الان شما نگاه میکنید وضعیت درآمدیه که من مثلا ما 1,000,000 درآمد داره، خب ما 10,000,000 بس هزینه خورد و خوراکمون. اصلا نمیشه بچه من چه گناهی کرده؟ خود من چه گناهی کردم؟ ممنونم عزیزم، یک مصیبت نامه است و کاملا شما درست میگی، این بخشی از فریاد اعماق جامعه است. چه این خانومی که صحبت کردن و چه این دوست عزیز که به گوشه های بسیار زیادی از وضعیت مصیبتبار کودکان در ایران اعتراض کردن، صحبت کردن راجبش. بفرمید. الو، درود بر شما جناب بهاری. زنده باشی عزیزم، بفرمید. وقت شما بخیر. موضوعی گذاشتی که حرف دل مردم ایران، از کودکان، از این بچه های مظلوم، ما مظلومتر نداریم. بچه‌ای که حقش تحصیل رایگان، بچه‌ای که حقش یه خوراک راحت، ما نمیگیم کاخ خوره بچه درست، ما نمیگیم بهترین امکانات، این یه چیز طبیعی، یه چیز عادی که بچه حق بشه، کودک حق بشه. کودکی که مظلوم نه از دنیا، نه از جنگ و نه چیزی گردن این بچه. این مشکلی که الان گردن این کودکان ما هست نبود. آقای بهاری کجا زمانه اعلی حضرت شاه این همه مشکل این کودکان بود؟ کجا این همه گرفتار بودن؟ کجا کار میکردن؟ کجا تحصیلشان اینجوری بود که اصلا تحصیل ندارن اون توی ایران کودکان؟ اینها از تقصیر خود ما مردم ایران. نه عزیزم، ببین، مقایسه کردن با حکومت سابق که من نمیدونم شما چند سالتون هست، من به خوبی اون زمان رو به خاطر دارم. اون زمان هم ما همین مشکلات رو داشتیم، با حکومت جمهوری اسلامی سبب شد که اون حکومتی که مردم به درست از قدرت به زیرش کشیدن و به فساد دربار شاهنشاهی پایان دادن، اون حکومت پیش اینا روسفید شده. دفاع از حق کودک اما موضوع امروز ماست. بفرمید. سلام آقای بهاری، خسته نباشید. سلام خانم، بفرمید. در رابطه با حقوق کودک تو ایران، به نظرم تو هیچ کشوری تو دنیا به اندازه
ایران بی احترامی به حقوقی نسبت به کودک بزن به تمام مردم ایران پیدا اصلا تو دنیا پیدا نمیشه که به این برداریت به این وحشیگری با مردم با کودک با زن با بچه با همه برخور کنن. ما ساعت ها میشینیم در رابطه با بی حقوق بچه کودک زندانی سیاسی مردم ایران بی حقوق هایی که تو کشور میشه اعدام ها ترور ها چمنم اسید پاشی هزاران هزار جنایتی که این جمهوری اسلامی هر روز انجام میده و متاسفانه هنوز نتونستیم دست به دست هم دیگه بریم به این رژیم وحشی تروریست آدم کش قاتل دوست رو زیر پا ملت کنیم. آمریکا دقیقا میخواد این رژیم رو نگه داره، کشورهای اروپایی میخواد این رژیم رو به هر جوری که شده به هر شیوه که شده نگه دارن. مردم ایران هم نمیدونم چرا نمیتونن این دست به دست هم دیگه به اعتراضات هستید تظاهرات میشه ولی هنوز سراسری نشده. راهحلهایی رو پیدا کنید که این مردم بتونن به همدیگه وصل بشن، به همدیگه اعتماد کنن. ما ساعت ها میشینیم در رابطه با بدبختی و گشنگی و فقر و تجاوز به کودک فاحشگی 9 سالگی در این رابطه ها حرف میزنیم ولی راههای اساسی پیدا کنیم که بتونیم این پیوند سراسری یه حزب چپ و سوسیالیست بتونه که با وصل شدن با تماس گرفتن این سازمان چپ و سوسیالیسته که ما میتونیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم، وگرنه بازم وحشیگری کشتار و بیرحمی جمهوری اسلامی و حکومت های سرمایه ادامه پیدا میکنند. پس راه های وحشی شدن به همدیگر رو پیدا کنیم و در این رابطه بیشتر حرف بزنیم. مرسی، موفق باشید. مرد بر اسلام و جمهوری اسلامی، زنده باد سوسیالیست. ممنونم خانم. حتما باید این راه ها رو پیدا کرد و اتفاقا ما باید موضوع جایگزین خودمون رو بگیم. بذارید تا فرصتی از تلفنی نیست من چند نمونه رو اشاره کنم. بله، فرصتی نیست. بفرمایید. الو، سلام آقای باوری گرامی. منصور اوزان همدان را زنگ زدم. خیلی خوش اومدید آقای منصور، بفرمایید. راحت بشید آقا، من از مازندران ایران زنگ میزنم. خیلی خوش اومدید، بفرمایید. سلامت باشید. به نظر من آقا، منم که حرف درست اینه که کودکان الان این مشکل رو پیدا کردن، کودکان زمان علاقه این مشکل رو نه عزیزم. ببینیم، بذار ما ساده تر با هم صحبت کردیم. ما راجع به تغییر وضعیت کودکان و دفاع از فعالین زندانی که به جرم دفاع از حق کودک در زندانن میخواییم صحبت کنیم. شما میخوایی برگردی به یه تاریخی که موضوع این برنامه نیست و بگی اون دوره کودکان مشکل نداشتن، منم برای شما فاکت و سند بیارم که نخیر داشتن. خب ما به جایی نمیرسیم. الان 36 سال از عمر ننگین جمهوری اسلامی گذشته و وضعیت کودکان ما اضطراریه. ما راجبون باید صحبت کنیم. بفرمید عزیزم. الو، سلام. سلام از من هست، بفرمید. من میخواستم خدمت شما بگم من به نظرم شاه ایران خیلی برای کودکان حقوق خاصی در نظر نگرفته بود، نه به لحاظ تحصیلات در یک سطح بودن در کشور و نه به لحاظ زندگی. معمولا کودکان ایرانی همین پدران امثال بنده هستن که ما داریم اونها رو میبینیم که در روستاها چطوری بودن و در شهرها چطور بودن و در شهرهای بزرگتر چطور بودن. این خیلی بی‌انصافی است که بخوایم یک شاهی که از کشورمون اصلا فراری داده شد و مردم واقعا بلند شدن علیهش از هر قشری، اون رو بخوایم موفق جلوه بدیم و الگویی برای الانمون بدونیم. اونی که اصلا مردم از استبدادش و از ظلمش به سطوح اومدن و در مورد حقوق همه مردم ظلم شده بود در زمانش، چه برسه به این که در مورد کودکان این مرزبوم. من متشکر میشم که کسی در این زمینه واقع بینانه نگاه کنن مرد و کسی نهید علیه که در اون زمان که ندیدن یا سنشون نمیرسه بخوان برای شمایی که سنت والتر بهتر میتونید شد ما رو راه نمایی کنید. ممنونم. خواهش میکنم عزیزم. ببینید، من میخوام بازم تأکید بکنم نابرابری و کودک‌آزاری و بیحقوقی کودکان ریشه تاریخی در کشور ما داره، چه به لحاظ قوانین، چه به لحاظ مذهب. خود مذهب شما بگردین یک خط
در قوانین جمهوری اسلامی و در قوانین مذهبی پیدا کنید راجع به دفاع از حق کودک. یک خط وجود نداره، کودک حتی تعریف نداره. بفرمید. سلام. سلام از شما. بفرمید. خسن آقای سیمتی بقالی، خوب هستی؟ شما سلامت. زنده باشید. بفرمید. آقای سیمتی، موضوع برنامهتون مناسبت روز جهانی کودک تماس گرفتم حضورتون. بفرمید. عرضم به حضور شرف شما، ما الان توی یه مجتمع هستیم. بله. روز دهتون خوبه مونه، حالا موندید که کار کنیم. یعنی خرج بیرونی و مخارجاش رو این روز بمانه. الان زن خودم به خاطر این مشکلی که من روز ده و باقیمونه دفت مهریش رو گذاشته اجرا. الان منم بچه تک و تنها، اونم رفته باده مهریش رو. ما چه کار کنیم؟ تکیف ما روشن کنیم. آی استعاری من واقعا کندم با خرج بچه دو قرآن دوش مونده. چند تا بچه داری عزیز؟ جان؟ چند تا بچه داری؟ یه دونه. چند سالشونه؟ ببخشید سوال میکنم اگه علاقه دارید. شش سالشونه. شش. همه ما خواهش میکنم. شش سالشونه. یعنی مدرسه میره؟ بعد بره مدرسه. بله. اصلا پیش دبستانه، سال دیگه میره مدرسه. چقدر شما شهریه دادید برای پیش دبستان؟ 1,950,000 که دستانش کردیم رسونش به 150,000. یعنی ماهی 150 تا باید قسط شهریه فقط بده. حالا آره 150 تا با روز 10 تا یه مجتمع ما هست، نگهبان اون مجتمع هست. من زن خودم به خاطر همین موضوع چون هیئت مدیره بالاخره یه قولایی داده بود که مثلا ما حقوق زیاد میکنیم فلان خدا خودم من خود مقصرم نمیدم. رسالت واقعا به زور دارم میدم. ندارم. از من از زن خودم گفتم ما فدا میکنم دوام میکنم. الان بقا آموندم چیکار کنم روش. دست درد نکنه عزیز. این موضوعیه که ما باید راجبش صحبت کنیم. نه در 37 سال پیش کی چه کار کرده بود. این موضوع اینجاست. یک کودک 6 ساله فردی که در یه مجتمع نگهبانه و روزی 10,000 کرون 10,000 تومان ببخشید درآمد داره. مایی 300 یعنی نابودی کامل. اصلا احتیاج نیست راجع به چیز دیگه صحبت کرد. مایی 300,000 تومان یعنی تمام کار. بفرم. الو. بفرمید. الو درود بر شما. زنده باشید. بفرمایید. من خودم شاید یک از این بچه‌هایی باشم که در دوران کودکی ما به همین شکلی که گفته میشه تو ایران سپری کردم و شاید بهتونم به جهت بگم به طور میانگین اگه بخوایم حساب بکنیم کودکایی که الان دارن تو ایران زندگی میکنن شاید به نسبت بهتر باشه از کودکایی که سال 60 داشتن زندگی میکردن مثل ما و هیچ صحبتی ازشون به میون نیومد. با تمام اون وضعیتی که از جنگ و کمبودها و کپون و قحطی و تمام مسائلی که بوده ما اون مسائل پشت سر گذاشتیم تو اون شرایط بزرگ شدیم ولی دلیلش هیچ وقت معلوم نشد که بخواد ما تا دلیلش پیدا نکنیم نمیتونیم واسه راه حلی پیدا بکنیم. فقط نباید جمهوری اسلامی باعث وانیش نیست. مسئله دو طرفه است. کسایی هم که هر از گاهی خواستن حرف از حقوق کودک و کودکان بزنن اگه احیانا واقعا هدفشون فقط کودک و کودکان بوده شاید میتونستن حداقل به نحوی یه کمکی به کودکان بکنن. ولی متاسفانه اکثر اوقات غیر از این دلایل دیگه هم وجود داشته معمولا سیاسی و از این به عنوان حربه میخواستن استفاده بکنن که در مقابل رژیمی که سانسور چه حربه ای؟ مثلا چطور میشه گفت حربه؟ بنابراین حقوق کودکان هم این مثلا بکل از بین میرفته به توجهی نمیشده. خب به سوال من دوست صدای منو داری؟ میشنوین صدای منو؟ صدای منو میشنوین؟ بله؟ صدای منو میشنوین؟ الان میشنم بله ببخشید. خب اسلام ایراد نداره خواهش میکنم هیچ مشکلی نیست. من سوال کردم گفتید که جریانات سیاسی از دفاع از حق کودک رو به عنوان یک حربه یعنی به عنوان یک اسلحه حرب برای اسلحه جنگی استفاده میکردن. حق کودک شما مطرحش میکنی مثلا میگی آموزش باید رایگان باشه، بهداشت باید رایگان باشه،
ازدواج کودکان ممنوع باید باشه. این حرب است یا یه مطالبه است؟ هر جریان سیاسی که میگه اگه فقط به عنوان بیان باشه که ایرادی گرفته باشه از رژیم حاکم، من اصلا قصد دفاع جمهوری اسلامی رو ندارم اصلا. نه منم نه چیزی نگفتم، میگم سوال منو جواب بدید. اگر شما اگر بفرمایید شما سوال. اگه فقط به عنوان یک حرزه استفاده بشه برای اینکه نقطه ضعف یا لطبه بخواد حالا به اون گروه یا رژیمی که در قدرت هستن باشه، خب متقابلا به فکر کودکان نخواهم بود. همونطور که نمیدونم، من یه سوالی واسه من به عنوان کسی عزیزم خلاصه کنید. خیلی خیلی حاشیه. یک سوالی بوده که دلیلش رو می‌خواستم بدونم، ولی هیچ وقت هیچ کس حاضر نشد جواب بده. برای اینکه اون نیت و قصد واقعی اگه درست بوده باشه، هیچ دلیلی برای قرار جواب دادن وجود نداشته که در مورد وطن پرستی و مسائلی که انقلابیون در اون زمان به وجود آوردن که الان ما مجبور بشیم حکومت جمهوری اسلامی رو تحمل بکنیم، حرف از حقوق ما بوده. ولی چه حقوقی، چگونه؟ هیچ از این سوال نتونست کسی جواب بده. و از این نیت واقعی مردم نبودن، نیت واقعی مسائل سیاسی بوده که چیز دیگه بوده در پشت پرده. ممنونم عزیز. ببین من نمیدونم نیتی کی چه نیتی داشته. ما با میلیون ها کودکیم روبرویم که مدرسه ندارن، با کودکانی روبرویم که دچار سوء تغذیه‌اند. شما میخوای اسمشو بذار حربه، اسمشو بذار نیت، هر چی دوست داری. به نظرم بحث شما انحرافیه و حاشیه‌ایه، برای اینکه به اصل موضوع نپردازید. میگید سازمان‌های سیاسی، از شما سازمان‌های سیاسی رو بذار کنار. خودت به این وضعیتی که کودکان دارن اعتراض نداری؟ اصلا سازمان سیاسی ببخشید فراموش کن. بفهمید. با درود آقای باهایی، خسته نباشید. زنده باشید. خواهش میکنم. از آقا کودک داریم صحبت میکنیم، همین حالا کودکانی که دارن توسط جمهوری اسلامی نمیدونم انتحاری میشن، همین اسلام سیاسیشون. بله. حالا نگاه کن تو نمیدونم داعش و اینا دارن انتحاری شدن. حالا تو ایران هم خب اونایی که خانواده دارن کودکانشون، کودکان که خانواده دارن میفرستن مدرسه، هرچی آیات قرآن نمیدونم هرچی خرافات و توی فیلمای اکشن هم نیست نمیدونم تو سرشون. اونایی هم که تو خیابون هم سلطنه ندارن، نه غذا دارن، بهشون تجاوز میشن، معتاد میشن و اینا رو همه در نظر بگیرید. ما یه مادری داره به نام جمهوری اسلامی، تا یه جمهوری اسلامی صد درامونه کودکان خیابان که یکی سزون صد برابرم اضاف میشن. حالا اون آقایی که میان میگه سیاسی نکنه کودک ماله رو خلط بدانه کودک رو ببینید جمهوری اسلامی داره برای در موقع با آرپیچی خود نرفتیم از طرف داره جمهوری اسلامی این طرف داره کودکان رو بکنیم، با اسپیچی خود نرفتیم بدیم آقا ما یا اینا رو باید بیاریم مسکن بدید جا بدید یا نگه میداریم اینجا رو مدرده میکنیم. نه ما داریم گفتار میدیم، میدیم آقا کودکان کار. ما خودم دهش هستیم، من کودک کار مزرعه بودم. یعنی روزی با 13 تا تک تومنی کار کردم. پدری که رفته بود جبهه، مادری که هم پدری میکرد واسمون، دیگه هر کدوم الان تابستون میشد بودن به سر کار. هیچ کدوم ما سواد دوست حسابی ندارم. سرش هم خودی مدرسان کار دارم اون از آش خودگی هیچ. از همینو بگم این بنیادی یه حرف زدن یه بخواهیم مثلا حرف زدن کلن که جمهوری اسلامی نگاه نفس هم نکشید. یه سیاسی هم ندن سیاسی نشد. من فقط اینجا یه مشکلی دارم آره بایی تو ایران، ما هر دفعه یه گروه درست میکنم، هر دفعه یه تشکیلات درست میکنم، یکی میره دنبال نمیدونم قرض و برق آبش، یکی میره دنبال گرفتار، یعنی چنان گرفتاری رو ما ریخته که نمیتونیم کاری انجام بدیم. یعنی هر کاری میکنم جمع نمیشه پنج نفر دور هم واسه یه ما بچههایی هم بودن که از طرف من زنگ زدن، بارها هم زنگ زدن، خب ولی جمع نمیدونم چی کار کنم. همه هم اعتراض میکنیم، من خودم هر جا نشستیم که یه حرفی بوده یه مجلسی بوده که حرف این چیزا همه از صدنبه هم از صد بیشپنگ خودشون اعتراض کننده بودن به جمهوری اسلامی. ولی یعنی ترس هم هیچ کس نداره، من خیالم راحته دیگه، ترس مردم ریخته شده تو خیابون تو مکتب تو ملبوس همه جا هر جا برید حرفش هست.
ولی به قول خانم سیما میخوایم بدونیم چی کار کنیم که به هم جمع بشن، چی کار کنیم شیش ماه جلوی جمهوری اسلامی باشن تو خیابونا، بلا دست ما چی کار کنیم؟ من سه دفعه خستم چیز شده این خستا رو شکندم. ممنونم عزیزم. اتفاقا خیلی شما نکته خوبی رو اشاره کردید. دفاع از حق کودک و حق کودک اگر سیاسی نیست، پس چرا فعال دفاع از حق کودک زندانی سیاسیه؟ عزیز من، الان صحبت شد 10 سال زندان برای کسی که به کودکان کار خیابون درس میداده. زندان. بفرمید. سلام آقای بهاری. سلام به شما، بفرمید. من واقعا برنامه ای که دیدم شما مورد انتخاب کردید، واقعا مورد ابتلا اصلا تو ایران چقدر کودکان کار هستن، چقدر دلالا خبر امروز رو خوندی که یک کودکی تو اصفهان پیدا شده بغل جاده، 3 روزش بوده. بله. حتی حالا اوز مردم رفتن پیداش کردن، این چقدر ببین بدبختی و فلاکت و اما باید من خودم یه برداشت کنم، این برداشتی که من دارم اینه که این مردمی که در دوره قبل ما کانونهای پرورشی فکری کودکان و نوجوانان داشتیم که شهباز و فرح این روانده ها، چقدر من خودم توی کانونها چیز یاد گرفتم، بزرگ شدم، ولی متاسفانه این قدر ندونستن این مردم چی بگن ذلیل پست و همشون همه آخونداست. وقت قدر شهبانو نه شد عزیزم، نه شما دوباره رفتید یه ساز دیگر رو کوک کردین. الان کودکی که کنار جاده پیدا شده در زمان به قول خود شما نمیدونم چی اعلیحضرت و اون قپاهاش حلبیه که روشونش بود اونا رو داریم مثال میزنی، خب اون موقع هم همینه. اون موقع فروغ فرخزاد رفت فیلم ساخت از وضعیت جزامی ها، شما مگه خبر نداری؟ شما مگه نمیدونی که درصد بیسوادی و فلاکت مردم چقدر بود؟ مردم که خوشی زیر دلشون نزده بود اون دستگاه فاسد رو به حق کشیدن پایین. اسم خودش اصلا اسم خود کشور گذاشته بود قبرستان آریامهری. شما رفتی میگی اون مردم قدر ندونستن، مردم حق داشتن اون حکومت رو بیارن پایین، ولی مردم جمهوری اسلامی رو سر کار نیاوردن. این اشتباه بزرگیه. شما تصورتون اینه که مردمی رفتن انقلاب کردن، شاه رو سرنگون کردن، دربار فاسد پهلوی رو سرنگون کردن، بعد جمهوری اسلامی آوردن؟ نه عزیز من، این نصف حقیقت هم نیست. جمهوری اسلامی حاصل شکست دادن مردم و انقلابشونه. انقلاب مردم و جمهوری اسلامی شکست داد، کشتار سال 60 و 67 رو انداخت، نسل کشی کرد، انقلابیون رو کشت، خواستهای انقلاب رو متلاشی کرد، شد حکومت اسلامی. شما خیال کردین مردم رفته بودن آخوند بیارن بعد بگن آقا گرونی با خودت بیار، تو هم بیا مدارس و شهریه بندی کن، اون یکی برو تو جنگ درست کن؟ نه عزیز من، اشتباه. شما آدرس اشتباه رفتی و آدرس اشتباه داری به مردم میدی. میگه شما دیدین در اصفهان، من میگم سوال بلافاصله اینه، اون کودکی که راهاش میکنن کنار جاده، اولین سوال اینه حامی این کودک کجاست؟ حامیان کودکان در ایران کیان؟ این خیلی ساده است. چه نهادیه که از کودکان دفاع میکنه؟ آموزش پرورش؟ آموزش پرورش یه نهاد پولیه، مالی و ایدئولوژیک. میگه بیا تو مغزت من خرافات و ائمه و نمیدونم فلان میریزم، بعدش هم میکنم دانش آموز بسیج دانش آموزی، یا قبلترش هم میکنم شیرخوارگان حسینی، تموم شده رفت. اونورم یه جایی هست میری استشهادی اسم مینویسی. از داعش بدتر این حکومت. یه دولتی رسمی به آدما میگه برو اونجا اسمتو بنویس که انتحاری هستی، بنویس. تو حکومت داره اداره میکنه اینو. خب حق کودک چی میشه؟ بالاخره اونایی که دستگیر شدن رفتن تو زندان، شکنجه شدن، وضع جسمیشون خرابه، دختر جوونی مثل آتنا دائمی 14 سال زندان برای چی؟ 14 سال زندان به چه جرمی؟ این آدم چه میتونسته بکنه؟ این دختر 17-18 ساله چه جرمی مرتکب شده؟ بفرمید.
الو بفرمید. سلام آقای باری. سلام از من هست، بفرمید. آقای باری من با یه انتقاد کنم از خدمت. بفرمید. الو، شما میگید نه اون رژیم شاه خوبه نه اینا خوبن، ولی یک چیزی که خوب و درست داری باشه معرفی نمی کنی. خب کمونیست هم که ما عاقبت تو کره شمالی دیدیم، اونجوری شوروی دیدیم و دوز بدبختی برای مردم چی نداشت. خب این یه معیار، یه چیز خوبی که اثبات شده پس چیه؟ چون ما از کمونیسم جز خونریزی، جز یه فقر و بدبختی ندیدیم. آقا مگه نمونهش کره شمالی نیست؟ مگه نمونهش شوروی نیست؟ آره شما خودت توی کشور نشستی که کمونیست هم نیست. اگه راست میگی بعد تو کره شمالی زندگی کنی، درسته نه؟ نه خیر، اشتباهه. شما کمونیست دفاع میکنی. نه عزیزم، نظر شما اشتباهه و صحبت ما سر این نیست. یه نکته حرف شما درسته، میگه آلترناتیو چیه؟ اون حرف درسته. جنایت کشوری که به نام کمونیسم رفتن جنایت کردن، من چرا باید جواب پس بدم؟ به من چه مربوطه؟ چرا من باید از حکومت پهلوی دفاع کنم؟ به خاطر چی؟ به خاطر گورستان آریامهری؟ به خاطر حزب رستاخیز؟ با حزبی که خودش درست کرده بود و نمیتونست تحمل کنه، حزب خودش درست کرده بود نمیتونست تحملش کنه. آزادی بیانی وجود نداره. جمهوری اسلامی هم که تکلیفش معلومه. شما میگه کشور کمونیست، ما کشور کمونیستی نداریم که من ازش دفاع کنم یا من برم اونجا. چی گفته جایی مثل کره شمالی کمونیستیه؟ یه کشور دیکتاتوری از جمهوری اسلامی بدتر. چرا اسم کمونیست روش گذاشته؟ خودشون به خودشون کمونیست نمیگن. بفرمید. بفرمید عزیز. فقط میخواستم اینو عرض کنم که تمام این بچه ها اگر ازش بپرسید در مورد این کثافت قرآن و اینا، همه چیزو بهتون از بحث خواهند گفت. ولی ازش بپرسید حقوق چی؟ از زن، دختر، حقوقتون، حقوق انسانیت رو میدونید چیه؟ هیچ کدومشون نمیتونن جواب بدن. حالا این توی کشور همین مسلمون ها، حتی توی کشور اروپایی هم که اومده باشن مفتخوری بکنن، از اونا هم بپرسید نمیدونن. چون که این اسلام کثافت هیچ موقع یاد نخواهد داد حق حقوق انسانی و انسانیت، حتی برای حیوانات هم. به همین دلیل هم وطن. ببین عزیزم، ما موضوعمون دفاع از حق کودکه. دفاع از حق کودک و به قول این دوست ما به آلترناتیو بگیم. من آلترناتیو به شما میگم. آموزش و پرورش باید رایگان باشه. قبول داری؟ کی باید رایگانش کنه؟ ما باید بریم اعتراض کنیم، جمهوری اسلامی پس بزنیم. میگم حالا آموزش پرورش رایگان شد، دیگه تبعیضی نیست، دیگه شهریه‌ای نیست، کی پول داره با سوادتره. بفرمید. آقای بهاری درود بر شما و خسته نباشید. زنده باشید، بفرمید. آقای بهاری، من تا اونجا که من در برگی دارم زندگی میکنم و اطلاع دارم که صد درصده زمانی که بچه در اینجا به دنیا میاد بلوغ داره و موقع به دنیا آمدن پدر مادرش بهش پول میدن و بچه که به دنیا ماهیانه بهش حقوق تعلق میگیره و تا زمانی که تا دانشگاهش هم بره موسیقی بهش میدن، همه امکانات و سرویس رو در دادن و بیمه درمانه داره و خیلی چیزای دیگه. اما در کشور بدبخت من مثل ایران که خود ما باعث بدبخت خودمون هستیم در اثر نداشتن اتحاد، ما به این روزگار افتادیم که کودکان ما به این شکل افتن. اما میخواستم مطلب مهمتر رو بگم. بچه های ما چرا بی ارزش شدن؟ برای این بچه های آخونده ارزش پیدا کردن. دختر حداد آدم رئیس مجلس سابقه همین جمهوری اسلامی، دختر ایشون عروس خامنه ای و زن مشتبه خامنه ای. ایشون برای این که بچه دار نمی شدن اومدن انگلستان در شهر لندن 1,000,000 پوند پول خرج کردن تا عروس خامنه ای حامله شد و صاحب فرزند شد. معلومه که ما ارزشی نداریم. این آخونده ارزش پیدا کرد به خاطر اینکه ما اتحاد نداریم که اینا رو بتونیم سرنگون کنیم، اینها رو به درک واصل کنیم و ما ارزش پیدا کنیم، نه این کثافت های آشغال. ممنون و سپاسگزارم. ممنونم عزیزم، خیلی هم نمونه خیلی خوبی گفتید. بذارید باز راجع به آلترناتیوامون صحبت کنیم. ممنوعیت ازدواج کودکان، این آلترناتیوه. حکومت اسلامی داره اینو؟
بفرم. الو آقای بهاری، سلام، خسته نباشید. یکی از این دلایلی که این شرایط هست به خاطر نبود آزادی بیانی که انگاری شما هم همونو دارین پیاده میکنید، اجازه نمیدید مردم حرفشون رو بزنن. میخواستم بدونم آیا این اعتقادی که در زمان گذشته نبود آزادی بیان وجود داشته که باعث تمام این مسائل بوده، این وطن پرستی آیا میشه ثابتش کرد؟ یک سوال بابت وطن پرستی کسی موضوع این برنامه وطن پرستی نیست دوست عزیز، دادن بهش باید تلفنش قطع بشه، اگه شک دارم به خودش. من مثلا یک سوال از شما بپرسم. نخیر شما سوالی از من نپرسید لطفا. نه دوست عزیزم، شما اجازه بفرمایید. اصلا شما ردیف اشتباهی اومدید. موضوع این برنامه دفاع از حق کودکه. نه عزیزم، ما هم جواب داریم هم شما میخواییم موضوع این برنامه رو عوض کنی. اشتباه اومدی. موضوع این برنامه وضعیت وخیم کودکان و مدافعین حقوق کودکان که در زندانن. شما نمیخوای راجبون صحبت میکنی، رفتی یه آدرس دیگه آوردی و بعد منو متهم میکنی به اینکه جلوی آزادی بیان رو گرفتم. شما خیلی اشتباه کردی، هم نظرت اشتباس، هم نکاتی که گفتی اشتباس، هم روشی که به کار بردی اشتباس و دیگه تکرار نکن. میخوای راجع به وضعیت کودکان و این موضوع صحبت کنی، میای رو خط صحبت میکنی، مخالف یا موافق؟ مگه همه کسایی که صحبت میکنن موافق منن؟ من دارم نظر خودم رو میگم انقدر که فرصت هست. شما نمیخوای راجع به این موضوع صحبت کنی، میگه من یه سوالی دارم راجع به وطن پرستی. خب موضوع این برنامه نیست. بعد اگر صحبت نکنیم میشه چیز آزادی بیان شما رو گرفتن. خب شما برو تو تلویزیون جمهوری اسلامی راجع به وطن پرستی صحبت کن دیگه، یا کانالایی که میرن راجع به وطن پرستی صحبت میکنن ولی راجع به آدمای تو اون وطن صحبت نمیکنن. میگن خاک رو میپرستیم، کوه رو میپرستیم، دریا رو میپرستیم، مرز رو میپرستیم، جانم را فدای مرز میکنم، ولی راجع به حق کودک صحبت نمیکنه، راجع به درمان، بهداشت، مدرسه، سطح زندگی. شما میخوای همون کار انجام بدی و خیلی اشتباست، 100% اشتباست. کلن هر صحبتی که کردی، چه استدلالی که کردی، چه نمونهی که آوردی و چه سوالی که کردی 100% اشتباست. شما برعکس فهمیدی اصلا و اینم یه اشتباه دیگه است. شما وطن تو خیلی دوست داری، مردم این وطن 7 میلیون کودکشون مدرسه نداره عزیز من، تو نمیخوای راجع به اون صحبت کنی. به همین سادگی من میگم ازدواج کودکان ممنوع. خب بیا راجع به ازدواج کودک صحبت کن دیگه. 90,000 عزیز من، 90 یه لحظه منتظر بمونید شما، 90,000 آمار جمهوری اسلامیه کودک مطلقه، یعنی کودک زیر 15 سال که طلاق گرفته. شما جواب اونو بده. میهنت دوستش داری؟ بفرمید. سلام آقای داری. سلام به شما، بفرمید. آقای داری در مورد این صدای شما شناخته شده است، اتاق فرمانم صدای تو رو میشناسه. مطمئن باش که شما روی این خط نمیتونی فحاشی کنی و نه اجازه رو ما به شما میدیم. بیا سر آلترناتیوامون صحبت کنیم. استفاده نظامی، انتظامی، ایدئولوژیک، پلیسی از کودکان ممنوعه. این آلترناتیو قبول داری شما؟ من اینو میخوام. میگم کودک ایدئولوژی نداره، کودک مذهب نداره، کسی حق نداره بگه بچه مسلمون، بچه بهایی، بچه یهودی، بچه هرچی. نه نداره. شما بیا راجع به این صحبت کن. در اون وطنی که داری ازش صحبت میکنی، نمیدونم اصلا اعتقاد داری یا نه، فرضه، فرض میکنیم که داری، حالا شک دارم من شخصا، در این وطن تعریفی شما کودکان چند سالشونه؟ از چند تا چند سالگی یعنی کودک محسوب میشن؟ جمهوری اسلامی میگه دختر 9 سال، پسر 15 سال. قبول داری؟ قبول میکنی دختر 9 ساله زن محسوب بشه، جشن تکلیف براش بگیرن؟ میپذیری یا نه؟ سینه تو صاف کن، بیا بگو کودک تا 18 سالگی کودکه.
و وارد کردن کودک به دستجات مذهبی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، انتظامی ممنوع. بیا اینجوری صحبت کن، اون وقت ما میفهمیم شما نظری داری یا نداری. به همین سادگی عزیز من، شما بحثی رو وارد این برنامه میکنی که نه طرفدار داره نه موضوع این برنامه است. این آلترناتیف، هر اسمی روش میخوای بذاری بذار. بفرمید. وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. بفرمید عزیز. در مورد همین جهانی کودک یه موضوع های به ذهنمون رسید، ما بهش اشاره کنیم. استدعا میکنم بفرمید. مسئله ما بارها اشاره میکنیم به وزارت آموزش و پرورش. در رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ما بهتر بگیم وزارت آموزش جنایت، این بهترین لغت، چون ما تو این رژیم 37 سال ندیدیم نسل رو بار بیارن، ما ندیدیم فرزندان ما به رفاه برسن. ما الان وزیر آموزش پرورش آموزش جنایت این رژیم اومد خودش در مصاحبه علنی اعلام کرد ما 700 مدرسه غیر استاندارد داریم. یعنی فرزندان ما حتی بخاری ندارن تو مدرسه. 700,000. بعد این مسئله خود ملت باید اینو بفهمن، خودشون میان اعتراف میکنن این آمار ما نیست، آمار خود مسئولین، خود وزرای این دولته. شما ببینید در زمان جنگ ایران و عراق بچه های ما رو، فرزندان ما رو 8 سال و 9 سال و 10 ساله روی مین ها میفرستادن، میگفتن نمیخواد تحصیل کنن اینا، برن روی مین ها را باز کنن، برن به کربلا و از اونجا به بیت المقدس برسن. این رژیم اینه. شما چه انتظار از این رژیم دارین؟ ماهیت این رژیم رژیم جنایتکار فاشیست، جنایت بر علیه بشریت میکنه. این همه عکسایی که شما نشون میدین واقعیت اینا، ملت ما باید بفهمن اینا رو، باید بدونن که این رژیم چه بلایی برای نسل آینده ما داره میاره. فرزندان ما آینده ای ندارن در این رژیم، اینو باید جوانا رو ما بدونن. همین فرزندان ما از شما پدران سوال خواهند کرد، پدران آینده شما چه کردی؟ چرا سکوت کردی؟ اینها از شما سوال خواهند کرد، این نسل جوان چرا سکوت کردیم؟ چرا میذاریم این رژیم خون این فرزندان ما؟ اینا نسل آینده ما هستن. چرا سکوت کردیم؟ تا کی ما سکوت کردیم؟ 37 سال خون ما رو تو شیشه کردیم رژیم. این فرزندان ما ببینید چیکار، چه بلایی سر این فرزندان ما آوردن. گل میفروشن، مواد مخدر تو خیابونا میفروشن، عامل بانکهای مواد مخدرن. اون فرزند باید بره مدرسه، اون کودک ما باید تحصیل کنه آینده رو. یه مسئله دیگه آقای بهاری، یه مؤسسه ای هست که به بچه های معلولین رسیدگی میکنه، فکر میکنه اونجا رسیدگی میکنه، آمبول هوا به اینا میزنن. خودشون بارها اومدن چند تا از این مؤسسه ها رو بستن. مسئولین توی این مسئله دخولی بودن توی این مسئله. چرا؟ اومدن گفتن اینا هزینه سنگینه داره برای بیمه های ما، ما بهتر اینا چیز میشن، اینا بمیرن. و کسی ها در کشورهای اروپایی بزرگترین هزینه ها رو برای بچه های معلولی میکنن، خودشون که واقفیم به این. خلاصه کنید، من بیشتر از این وقتی تو نمیگیرم، فرصت میدم به ممنونم. لطف کردید. ببینید خب واقعیت داره نکاتی که الان شما دارید میگید. بالاخره کودک و کودکیش بخشی از زندگی ما بشره دیگه. من و شما رو منطقا برگردونن به عقب، میشیم کودک، خودمون پلاکارد ورداریم بریم تو خیابون تظاهرات کنیم، بگم من شیر خشک ندارم، پوشک ندارم، غذا ندارم، تغذیه ندارم، ویتامین به من نمیرسه، بازی و تفریح نصیب من نمیشه. خب معلومه کار کودک نیست دیگه، بزرگتره باید این کار انجام بده. این موضوعی که یک بخش از زندگی، بخش عظیمی از زندگی این جامعه است داره نابود میشه. کودکی نمی کنه، کودک نیست، تبدیلش میکنه به کودک کار، تبدیلش میکنه به موجودی که میخواد شهیدش کنه. آقا میگه مهد کودکی که شهید تربیت نکنه من درشو گل میگیرم. وزیر رفاه احمدی نژاد میگه، صادق مسئولیه میلیاردر،
مهد کودکی که شهید تربیت نکنه درشو گل بگیر، شهید تربیت کن. با بچه از گذشته مدرسه چرا میخوای شهیدش کنی؟ برای چی؟ برای کدوم حکومت؟ چرا؟ چرا باید شهیدش کنی؟ چرا راجب نون و آبش صحبت نمیکنی؟ راجب پوشاکش صحبت نمیکنی؟ راجب شادیش، تفریحش صحبت نمیکنی؟ کودک، کودک. بفرم. الو. بفرمید. آی بهاری. بفرمایید. صدای شما روی خط هست، شما هم صدای منو میشنوید. بفرمایید صحبت کنید. الان رو تصویر نمیاد. صدای منو شما میشنوید دوست عزیزم. اگه صحبت نکنید نوبت رو اتاق فرمان به کسی دیگه ای میده. دوست دارم میگم ما الان همه مشکلات دیگه شما میگید ما داریم. ما میخوایم چیکار کنیم؟ بله. ما باید چیکار کنیم؟ خودت فکر میکنی شما میگید ما چیکار کنیم؟ بله. باش عزیزم، من دارم میگم ما باید چه کار کنیم. ما باید یه آلترناتیوی داشته باشیم، یه چیز جایگزینی داشته باشیم. میگه مدرسه بیا شهریه بده، من میگم نه آقا جون، تو قانون خودت نوشتی آموزش پرورش رایگانه، من آموزش پرورش رایگان میخوام. ما باید چه کار کنیم؟ ما باید آموزش پرورش رایگان بخوام. ما باید چه کار کنیم؟ من میگم آقا ازدواج کودکان ممنوع. ما باید چه کار کنیم؟ میگه سن کودک رو دقیق کن تو قانونت. کودک تا 18 سالگی کودکه، کودک نه نوجوان. یعنی 17 سال و 9 ماهش کودک محسوب میشه. شما بیا توی کشور اروپایی همینو میبینی. میگه کودک جرم مرتکب نمیشه، کودک یعنی تا 18 سالگی. میگه هر کاری بکنه جرم نیست، خطاست، اشتباهه. بعد از 18 سالگی یه داستان دیگه شروع میشه. میگه کودک مجرم ما نداریم، کودکان حق نداری تو زندان نگه داری. بفرمایید چه خبره تو زندان؟ بجز این که کودکان در زندانن، بجز این مادر و پدری هم که امکاناتی ندارن خارج از خونه، بچه هاشون هم با خودشون میبرن زندان. بفرمایید. عرض سلام و درود دارم حضور شما جناب آقای داوری و بینندگان محترمتون. اگر اجازه بدید من هم کوتاه نظرم رو در رابطه با موضوع برنامه‌تون عرض بکنم. استدعا میکنم خانم، بفرم. خواهش میکنم. اولا من به شما تبریک میگم به خاطر این موضوعات بسیار حساس و مهم و اساسی که انتخاب میکنید برای برنامه‌تون، و مسلما شبایی که این موضوعات مطرح میشه سر و کله این موضوع رو هم پیدا میشه و خب مسلما برنامه اتفاقا به نظر من داغتر و بهتر میشه. حدود 13 ماده از 54 ماده کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت دولت ها در قبال کودکان مربوط میشه. ما چقدر کودکان کار در ایران داریم؟ اوارشو حتی خود اینا دقیق نمیتونن در بیارن، یه چیزایی میگن ولی دقیق نیست. کار کودکان که نه تنها جنبه های منفی اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی رو در بر داره، بلکه مانع افزایش آموزش و دانش این کودکان میشه، صدمه های جانی و مالی به این کودکان میشه، انواع آسیب های اجتماعی به اینها وارد میشه، شامل سوء استفاده های جنسی، اعتیاد، مواد مخدر، بزهکاری این کودکان. کودکان زنان بی‌خانمان و کارتون خواب چقدر داریم؟ کودکانی که از مادران زندانی در زندان متولد میشن چقدر داریم؟ کودکان بی سرپرست چقدر داریم؟ کودکان بیمار چقدر داریم؟ الان خرید و فروش کودکان چقدر داریم؟ اگر واقعا این بحث ها مهم نیست پس چه بحثی مهمه؟ دولتی که لیاقت حمایت از کودکان رو نداره به چه حقی همه جا شعار افزایش فرزند و فرزند آوری رو سر میده و میگه دولت حمایت میکنه؟ اینطوری حمایت میکنه؟ الان کودکانی که در اثر آتش سوزی در مدرسه چند سال پیش دچار سوختگی شدید شدن، آیا دولت تقبل هزینه درمانی اینها رو کرد؟ این دولت هیچ هدفی جز حفظ پایه‌های ننگین حکومت خودش نداره به هر طریق ممکن، و مرگ بر تمامیت این حکومت ننگین و زنده باد انسانیت و حمایت از انسانیت. با سپاس از فرصتی که به زنده باشید خانم. ممنونم خانم، لطف کردین. نکته اصلی این برنامه همینه، جواب رو با دولت بده. جواب با بچه هایی که الان خانم اشاره کرد، مدرسه شیناباد مگه فراموش میشه؟ مگه مدرسه سفیلان فراموش میشه؟ حکومت فراموش کرده اصلا برو خودش نمیاره. اون بچه ها هنوز دارن میسوزن برای اینکه بخاری چکه‌ای 100 سال پیش رو گشته بود تو کلاس اینا. بفرمید. علاقه داری؟ بفرمید.
صدای تلویزیون دوست عزیزم، اگر صدای تلویزیونتون رو نبندید صدای منو نمیشنوید و ما مجبور میشیم صدای شما رو قطع کنیم، نوبت شما رو به دیگری بدیم. حالا انتخاب با شماست، تلویزیونتون رو ببندید، بفرمید صحبت کنید. عزیزم صدای شما قطع شد چون به صحبت من گوش نمی کردید، صدای تلویزیونتون رو نبستید. بارها اتاق فرمان به شما میگه وقتی رو خط میایید صدای تلویزیونتون رو باید ببندید، به خاطر اینکه شما با تلفن زنگ زدین و میخواید صدا رو از تلویزیون بشنوید. خب شما تلفن زدین، منم با تلفن اینجا جلو میاد به شما جواب میدم، نه با تلویزیون. صدا با تأخیر پخش میشه تا من صحبت کنم و از کامپیوتر به ماهواره و دوباره به ساتلایت و به دست شما برسه تقریبا یه دقیقه طول میکشه. بارها این تکرار شده. اگر نکته‌ای دارید مجددا تماس بگیرید، ولی یادتون باشه روی خط اومدید بلافاصله صحبت کنید و خوشحال میشم دوباره صداتون رو بشنوم. صدای شما رو اتاق فرمان قطع کرد چون به هر نکته‌ای که من میگفتم نمیشنیدید و نمیخواستید صحبت کنید. برگردیم سر مسئولیت با کیه؟ مسئولیت وضعیت وخیم کودکان با چی؟ جنین فروشی یک بخش از حقیقت دردناک این جامعه است. بفرمایید. سلام. سلام خانم، بفرمایید. من می‌خواستم با آقای سیامک بهاری حرف بزنم. صداتون روی خط هست. من سیامک بهاری هستم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید صحبت کن. سلام. بفرمید. خب این نتیجه این که شما میخواید منتظرید صدا رو از تلویزیون بشنوید همینجور میشه، در حالی که من به شما خوش اومد میگم و میگم بیایید صحبت کنید، ولی خب نتیجهش این میشه. چرا مردم جگرگوشه خودشونو مجبور میشن بفرسن دنبال کار؟ میگم برو به نانآور این خانواده تبدیل شو، برو نون بیار، وگرنه ما زندگی نمیتونیم بکنیم. تمام اعضای خانواده مجبور به کار میشن از جمله کودکان. آره. بفرم. از خودم باور داری شبات کنم. تو این دو بستن. میخوام باور داری شبات کنم. خودم هستم. بفرمید. آه. آره داری برای خودم نام شاپنگ بخشیم. خودم نبگاشم. نمیگی. بفرم. الو آقای دایی، صدای شما هست، اگه صحبت نکنید صداتون قطع میشه دیگه، انتخاب با خودتون. من نقاش از سمنگت پنج پسه دارم الان میادید که خدا وقتون هم یک سال بی خودم کار مثلا قدر نمیشه تو بر بابلاتی بیشاره بید چهار کنید آقا شما در خواهی باتون رو بزنید آقا من متشکرم آقا. خب موضوع این برنامه اصلا همینه، ایشون 5 بچه داره، کار هم پیدا نمیشه. کی حامی دفاع از حق کودک این خانواده است؟ حکومت جمهوری اسلامی؟ خب این پدر این خانواده است، آماده کار نیست. بفرمید. خب جواب این خانواده رو کی باید بده؟ کودکان این خانواده حامیشون کیه؟ قانون وجود نداره، نهادی وجود داره؟ نه. دو تا نهاد هست، یکی کمیته امداد که مشغول سرکیسه کردنه و تبدیل شده خودش به یه مؤسسه مالی عظیم، ثروت جمع کرده. یکی دیگه‌ش هم بهزیستیه که کودکان کار و خیابون مثل جن و بسم الله که میگن از بهزیستی میترسن. اینقدر که از مزاحمین خیابونی میترسن، ده برابرش از بهزیستی میترسن. تازه بهزیستی چه میکنه؟ میگه میایم کودکان را جمع‌آوری میکنیم، انگار داره زباله جمع‌آوری میکنه. بعد چه میکنیم؟ بعد خب میریم اینا رو تحویل خانواده هاشون میدیم. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. این کودک اون خانواده است تبدیل به کارگران خردسال شدن، چه توی محیطی کار کنه چه تو خیابون کنه، کارگر خردساله، هیچ حقوقی هم نداره. هر بلایی هم سرش اومده
که میاد. خود جمهوری اسلامی آمار میده میگه 3 میلیون کودک کار، اما نهادهای دفاع از حقوق کودک تا 18 میلیون کودک کار در ایران معرفی میکنن. 18 میلیون، اندازه جمعیت کل اسکاندیناوی. بفرمایید. اندازه جمعیت کل اسکاندیناوی 18 میلیون کودک کار. نه مدرسه هست، نه آموزش هست، نه دارو هست، نه درمان هست، نه قوانین حمایتی هست، هیچ. خب این موضوع این برنامه همینه. ما چه قوانینی لازم داریم؟ اولین اقدام و اولین قانون اینه که سن کودکی رو دقیق کن، معلومش کن. پسر 15 سال، دختر 9 سال جنایت رسمیه، جنایت رسمی. ازدواج کودکان یعنی تجاوز جنسی به نام ازدواج به کودکان. چرا سن ازدواج اینقدر در جمهوری اسلامی میاد پایین؟ آقا ثبت اسناد کشور، ثبت احوال ببخشید، بدون خجالت با پررویی و وقاحتی که فقط از جمهوری اسلامی برمیاد میگه که 44,000 کودک زیر 10 سال ازدواج کرده. خب تو ثبت کردی، چرا همونجا مچه آدم ها رو نگرفتی که آقا جون این کودک شما دارید جنایت مرتکب میشید، به جرم جنایت میگیرمت؟ مگه میشه کودک و ازدواج ثبت کرد؟ خب شما رفتی ثبت کردی، قانونه. پس بعد چرا آمارشون پس میدی؟ چه کار کنم؟ مدال به سینت بزنم؟ به اضافه هزار و یه روابط عشیرتی و قبیله‌ای واپس مونده ای که از عهد دقیانوس برای این کشور باقی مونده. وقتی جامعه رو، جامعه مدنی رو مورد حمله قرار میده، خب میره تو قبیله و عشیره خودش عقد و ازدواجش رو راه میندازه. شناسنامه هم نداره اصلا که شما بری بشمریش. خب جلو ازدواج کودکانو کی بگیره؟ طرف میخواد نون خور کم کنه یا نه اصلا نمیفهمه، همینجوری فکر میکنه، فکر میکنه دختر 9 ساله رو باید شوهر داد. اصلا اینجوری عقب مونده و ارتجاعی و ضد انسانی و ضد بشری فکر میکنه. چیکار کنم؟ بچه رو بدم دستش؟ هزاران پدر و مادر وجود دارن که صلاحیت نگه داشتن فرزند ندارن و نباید فرزند نگه دارن مطلقاً. کی این عدم صلاحیت رو احراز میکنه و میره کودک رو میگیره در دامن پرمهر جامعه نگرش میداره؟ همچین دامنی وجود نداره، همچین دولتی هم وجود نداره. اون تازه سند نوشته میگه که من جایزه میدم به هر خانواده‌ای که تعداد بیشتری تولید مثل کنه، فرزند بیشتر، زندگی مصیبت بارتر میذاره دست مردم. خب جامعه معلومه نمیپذیره، پاسخ نمیده، ولی بالاخره اون داره تلاشش رو میکنه. ولی همون حکومت یک روز راجع به این صحبت نمیکنه، بگه آقا من قوانین حمایت از دفاع از حق کودک رو به قانون پایه‌ای و اساسی این حکومت تبدیل میکنم، میدم دست مردم، یه شورای نظارتی از مردم بیاد به کار من نظارت کنه، ببینه من از کودکان حمایت میکنم یا نه. کاری که همه کشورهای اروپایی درش انجام میشه. هر ماه هر کودکی حقوق ماهیانه داره، چه پسر پادشاه است چه دختر کارگر، فرق نمیکنه. میگه ماهیانه اینقدر شما دستمزدت. حتی به پدر و مادر میگه تو نمیتونی منت سر بچت بذاری، کودک مال جامعه است، شما به دنیا آوردی، دست شما درد نکنه. مدرسهش با منه، آموزشش با منه، یعنی دولت. به اضافه اینکه حقوق ماهیانه داره تا 18 سالگی. یه دونه قلم و دفتر ممکن نیست این کودک بخره، وجود امکان نداره. تو مدرسه هست میره برمیداره. شنا و دوچرخه سواری هم جز آموزش های اجباریه که با شنا یاد بگیری، غذا هم یه وعده غذای گرم توی مدرسه نوش جون میکنی. خب چرا میشه توی کشور دیگه این کارو کرد، با این ثروت عظیم در جامعه نمیشه کرد؟ ثروت آستان دزد رضوی برای نگهداری همه کودکان در ایران کافیه، ثروتی بی انتها.
اولیگارشی مالی 95 هزار میلیاردی خامنه ای کافیه برای اینکه همه ای کودکان سیر باشن و توی خیابون ولو نباشن. ثروتش موجوده، حکومتش موجود نیست. و این حرفا رو ما باید بزنیم تا بریم انجامش بدیم. حرف نزده رو که نمیشه انجام داد، باید بگی، بگی من حق کودکمه، آموزش رایگان حق منه، حق بدش، ازم گرفتیش، میخوام بسونم و از زیر دستت میکشم بیرون. مدرسه رو پولی کردی، از زیر دستت میکشم بیرون. منو بیکار کردی، خب بچه‌م مدرسه‌شو از دست میده، اسباب بازیشو از دست میده، سقف رو سرشو از دست میده، نون تو سفره‌شو از دست میده. کودک من چه کار کنه؟ منو بیکار کردی، این چه کار کنه؟ کدوم حکومت وجود داره؟ کدوم قوانین در این حکومت ببخشید وجود داره که بیاد از کودک من حمایت کنه؟ من کجا برم؟ سرمو به کدوم سنگ سیاه بزنم؟ کار نیست. من جویای کارم کار نیست. کجا برم؟ بچه‌های من چیکار کنن؟ شیر خشک که بچه منو کی میده؟ تفریح مال کودک یا هست یا نه؟ یا قبول نیست؟ لوکسه. بازی و اسباب بازی مال کودک یا لوکسه؟ نه، راجبش حرف نزنیم، قرتی بازیه. خب معلومه هست. او چیکار کنم؟ پوشاک بچه بخشی از حقش هست یا نیست؟ یا باید لخت و اوریون بگرده با لباس ده تا وصله و پاره و کثیف و از این قرض کردیم اون یکی صدقه به ما داده اومد در خونه گفت بده به بچهت بپوشونه، لباس دست دومه بچهش آورد داد به ما، قبول کنم؟ چرا نیست؟ چرا آقازاده ها در بزرگترین و بهترین دانشگاه های اروپا مشغول شلنگ تخته انداختنن؟ خب جواب من چی میشه؟ سیاه رو سفید. میگم آقا پس من میام حرف خودمو میزنم، که تو که حکومت من نیستی. اونم که میاد حرف میزنه، دختر جوون آتنا مگه چند سالشه؟ 14 سال زندان برای اینکه رفته به کودک کار و خیابون درس داده، گفته بیا این مداد رو بگیر دست بریمیز آب، بابا آب داد. 14 سال زندان. بفرمید. الو. بفرمید. خب سعید شیرزاد جرمش چی بوده؟ زندانی سیاسی شناخته شده است. زلزله ورزقون که هنوز آدماش تو کانتکست زندگی میکنن، هنوز باید بره وام بگیره، پدرشو در آورد، یه بار زلزله بهش زده، یه بارم زلزله جمهوری اسلامی، رفت به اون بچه ها کمک کنه. 5 سال زندان برای چی؟ تو چرا به این کودکان کمک کردی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اینا رو تهدید علی خودش میدونه. میدونین چیه تهدید؟ همینی که من و شما داریم صحبت میکنیم. میگه خب چشم گوش مردم رو داری باز میکنی دیگه. فردا میاد میگه آموزش به رایگان من میخوام. این تبعیض نهادینه شده چیه را انداختی تو آموزش پرورش؟ مدارس شهریه ای چیه؟ جمع کن مدارس نخبگان، تیز هوشان، هیئت امنایی، نیمه دولت. میگه این بحثا تو جمع کن. مدرسه مدرسه است. همه مدارس باید مثل هم باشن، چه تو شهره، چه تو روستاست، چه جنوب شهره، چه شمال شهر. بچه شمال شهر و جنوب شهر نداره، بچه بچه است. همین. چرا کلاس این مخروبه است اونجا کلاس با سنگ مرمر درست کردی و 17 میلیون تومن شهری از کجا بیمه؟ اون دوست عزیز ما بود زنگ زد گفت من یه نگهبانم، پیش دبستان بچه 6 سالم رو گذاشتم، 1,300,000 تومن ازم گرفتن، نداشتم بدم، قسطبندی کردن مای 150,000 تومن در حالی که خودم 300,000 تومن حقوقمه. خیلی خوب، حالا زنم هم گذاشته رفته، حالا بیا درست کن. معلوم اختلاف میفته. من میگم پدر و مادر به کنار، اصلا اختلافم بی اختلاف خیلی هم خوش و خوبن، این کودک تکلیفش چی میشه؟ خود شما متولد شدی در یه خانواده ای که آه من الله نداره، تو تقصیر شما چیه؟ شما به چی تبدیل میشی؟ تبدیل میشی به کودک کار و خیاب، به همین سادگی.
الان که سواد نداری و مدرسه ای وجود نداره و اسمت میره تو لیست 7,500,000 نفری که جمهوری اسلامی از مدرسه محروم کرده، الان کودک تحصیل نکرده ای، وقتی 20 سالت شد چی میشه؟ من نمیخوام کلمه زننده ای بگم، فلان فلان شده بی سواد. تو هم این ور منو میزنی هم اون ور. خودم نرفتم مدرسه، خودم پا شدم سر صبح به جای اینکه برم مدرسه یه دسته گل برداشتم رفتم تو جاده بهش زهرات، هزار تومن دنبال این ماشینا دویدم تو اتوبان، خودم کردم. خب پدر مادرم میاد میگه ما نمیدونیم چیکار کنیم. چند صد هزار نفر، خود جمهوری اسلامی آمار میده میگه حاشیه نشینی، تازه این آمار جمهوری اسلامیه، اصلا معلوم نیست این چند برابره. 18 میلیون حاشیه نشین شهرها. حاشیه نشین معنیش که من شما خوب میدون، یعنی نه آب هست، نه برق هست، نه خونه هست، نه امکانات هست، نه آمار هست، نه مدرسه هست، هیچی نیست. 4 تا آجر رو هم گذاشتی اطراف این شهر و اون شهر، کارم نیست. خب من تو خانواده به دنیا اومدم، چیکار باید بکنم؟ یه قانون نیست به داده من برسه؟ بابامون که از کار بیکار کردی، مادرم هم که خونه نشین کردی، خودم کجا برم؟ 3 سالمه 4 سالمه کجا برم؟ پاسخ اینجاست. اگر ما اقدام نکنیم جمهوری اسلامی اقدامی نخواهد کرد. باید این توقع رو برد و گذاشت روی میز جامعه. میگه میری جامعه، میری برای آموزش رایگان تلاش کنی، اعتراض کنی، مبارزه کنی، تو تظاهرات شرکت کنی یا نمیری؟ نمیری، همین آشا همین کاسه است. تازه یه چیزی هم طلب کارت میکنه، میگه حالا کودکتو بده من میبرم تو بسیج دانش آموزی، از اونورم میبرمش از رو میدون مین ردش میکنم، میگم به لقاء الله پیوست. همین کارو بلد به سرت میاره. میگه 700 الان دوست ما گفت، خیلی هم درست میگه، میگه 700 هزار کلاس خطرناک. خب تو این 700 هزار کلاس خطرناک مجسمه که نه چی دن از این زمان بچه من و شماست. کلاسی که نه نور داره، تخریبیه، سقفش میاد پایین، دیوارش خرابه، کلاس درس نیست اصلا. رفته چرا آقل گوسفند میشه کلاس درس بچه من؟ میگه ما با چه افتخاری در فلان روستا یک آقل گوسفند رو تبدیل کردیم به مدرسه. نه چه تبدیل کردیم؟ خب چرا مدرسه نمیسازی؟ چرا میتونی مرقد آقا بسازی میلیاردها میلیارد سرامیک و طلا و جواهر خرجش کنی؟ چرا اونجا شدنیه برای جنایتکار تاریخی؟ چرا اون شدنیه؟ چرا مدرسه برای مردم نشدنیه؟ فوری میگه خیرین بیان مدرسه بسازن. پس ثروت این جامعه چرا میگه خیرین؟ ثروت این جامعه رو چرا نمی کنی مدرسه؟ پس چرا مهد کودک درست نمی کنی؟ اسباب بازی بچه من کجاست؟ تفریح کجاست؟ نباید تفریح بره؟ مال از ما بهترونه؟ مسافرت مال ما نیست؟ ما تو ویترین آرزوامونه می بینیم؟ بچه هم میره پشت ویترین لباس دخترونه یا پسرونه می بینه، آب از لک و لوچش را می افته، با حسرت زندگیشو اونجا ببینه؟ آرزوهای من پشت ویترین؟ بعد شما با پورش و نمیدونم لامبورگینیت بری دور کنی تو خیابون؟ معلومه صدام در میاد. چرا در نیاد؟ صدا دارن که فریاد در میاد. صدا چیه؟ حق دارم این حکومت رو بکشم پایین یا نه؟ حق دارم بگم نه تو نه تنها از من نیستی بلکه علیه منی، علیه حق من، علیه حقوق من، علیه کودک من. خب معلومه باید بگم. چرا سفره خالیه؟ چرا کار نیست؟ چرا کودک من گشنه است؟ میگه ضریب هوشی کودکان در ایران فلان درصد پایین اومده است. خب کی پایینش آورده؟ من رفتم بچه‌مو بیهوش کردم، گفتم بچه یاد نگیر، بچه نخور، دریغ کردم ازش. خب اون آقای که میاد رو خط میگه آقا من اینقدر ماه اصلا گوشت نخریدم تو خونه ببرم. خب من میگم بفرمایید به زبان آدمیزاد اینو تبدیل کنیم به سفره این خانواده. چی تو این سفره است؟ تا من به شما بگم این کودک چی میشه؟ بالاخره عقل سالم در بدن سالم که بدیهیه.
به اضافه اینکه بالاخره رشد کودک به غذایی که میخوره مربوطه، نه هیچ چیز دیگه. همین تغذیه را از کجا بیاره؟ با دستمزد 5 برابر زیر خط فقر تغذیه کجاست؟ خب یه کشوری دیگه میره میگه آقا من کار ندارم تو جیب شما پول هست یا پول نیست، یه وعده غذای گرم، شیر، مدرسه رایگان، عیابزهاب رایگان، به خاطر اینکه بچه درست شما متولدش کردی ولی بچه مال جامعه است، این آینده این جامعه است، من پرورشش میدم، شما بیکاری باکاری به ما ربطی نداره، چون مدرسه با پول شما با شهریه که شما میپردازین کار نمیکنه. این مثل مدرسه است، همه میان توش، چه شما پدرت کارگره چه پدرت تیمساره، همه توی مدرسه، به خاطر اینکه همه کودکن. همین خب معلومه اون جامعه مرفه، دغدغه توش نیست، بچه سالم متولد میشه و دوچار 1001 عقده و بیماری روحی و روانی و جسمی نمیشه، خیالش راحته. خب معلومه. بعد اون طرف در چیه؟ اونی که میاد اعتراض میکنه میگه من 14 سال میندازمش زندان. 14 سال بهنام ابراهیمزاده به جرم مصاحبه کردن با کودکان کار و خیابون دستگیر میشه، جرمش بازجوییش همینه، میگه تو چرا با اینا حرف زدی؟ برای اینکه چه کارش کنی این مصاحبه ها رو؟ 5 سال بهش زندان داد، موقعی که زندانش تموم میشد با اینکه یه بچه سرطانی داشت توی محک به دادش نرسید بودن، بچه از بین رفته بود، نیما الان با 16-17 سالش باشه، نه ببخشید 15-16 سالش باشه، به همین سادگی. ما الان میخواد از زندان بیاد، میگه یه پرونده برات درست میکنم، تو گزارش میدادی از تو زندان، حالا 9 سال زندان، برای اینکه نظر بیاد بیرون. جرم دفاع از حق کودک. چه کار کردی؟ گفتم آقا این چه وضعیه؟ این کشور این همه ثروت، چرا این همه بچه فقیرن؟ هر کی یه وزنه جلوش گذاشته، اون یکی فال حافظ میفه، حال حافظ، اون یکی نمیدونم یه نایلون تو دستشه تو خیابونا میچرخونه که شیشه پاک میکنه. عزیزم آخه اینجا کجاست؟ چرا این اتفاق توی کشور اروپایی نمیفته؟ چرا تو فنلاند و سوئیس و سوئد و دانمارک و اینا این اتفاق چرا نمیفته؟ اصلا فراموش کن اسلام اینا همه رو بذار، چرا نمیفته این اتفاق؟ به خاطر اینکه ثروت مردم برمیگرده به خود مردم، به همین سادگی. یه آموزش پرورش درست میکنه، میگه شما متولی این جامعه ای، نمیگه شما برو درس شهادت بده. اولین اقدامش اینه، میگه آموزش پرورش خونساس، آموزش پرورش مذهب نداره، آموزش پرورش عقیدتی نیست، چون کودک رو نمیتونی ببری تو دستجات سیاسی، عقیدتی، نظامی، انتظامی، امنیتی، نمیتونی ببریش راهیان نور، نمیتونی ببریش تو بسیج دانش آموزی، تو شیرخوارگان حسینی، نمیتونی ببری، این کار رو نکن. داستان علی اصغر و فلان هم درست نمی کنیم، یا اون علی اصغر شیرخواره بود که چرا تشنش بخور، بچه شیرخواره که شیر میخوره، این داستان ها چه سرم کردی؟ رو دست بلند کرد اون امام گفت بیا به این بچه شیر نام آب بده، بچه شیرخوار، خودت میگی علی اصغر شیرخوار، باشه ببر شیرش بده دیگه. این داستان سوار کرده سر مردم، گرسنه نگه داشته مردم با شیون و زاری و ندبه و نوحه و تو سر زدن و کلای علی رو بذاره سر ولی تا حکومتش انجام بده. عزم این جامعه باید چی باشه؟ عزم من و شما بعد از این همه صحبت و نکات با اهمیتی که خود شما گفتید، عزم این جامعه اینه، من میخوام برم آتنا رو از زندان بیارم بیرون، میخوام برم امید علی شناس رو بیارم بیرون. 10 سال زندان به بچه دادی که جرمش اینه که رفته الفبا یاد بده به بچه کودکان کار خیابون، مگه چند سالش خود این بچه بود؟ 10 سال زندان و مادرش به همراه آدمای جسور دیگه رفتن جلو زندان اوین، دست به اعتراض زدن، امروز مادر رو دستگیر کردن. امیدم داخل زندان ناچار چکار کنه؟ دست به اعتصاب غذا بزن. این وظیفه ماست که اینا عزیزانمون از زندان بیرون بیاریم. دفاع از حرمت جامعه وظیفه ماست،
اگر ما حرمت خودمون رو نگه نداریم، هیچ کی حرمت ما رو نگه نمیداره. اصلا فراموش کنید، کسی میاد و حرمت ما رو نگه میداره در حالی که ما خودمون حرمت خودمون رو نخواستیم نگه بداریم. برنامه امشب بخشن به کمپین آزادی زندانیان سیاسی، مدافعین دفاع از حق کودک که در زندان هستند اختصاص خواهد داشت. به رفته رفته به پایان برنامه هم میرسیم. اجازه بدید یک بار دیگه این کلیپ رو با هم ببینیم و اگه فرصتی شد خب میرسیم و با هم یک کلامی صحبت میکنیم، اگر نه که برنامه‌مون تموم میشه. با دیدن این کلیپ منم از خدمتتون مرخص میشم. ممنونم روی خط اومدید، اظهار نظر کردید. آزادی زندانیان سیاسی و مدافعین حقوق کودک وظیفه ماست. شب و روز به شما عزیزانم خوش. چند سالته؟ 8 سالته؟ چرا کار میکنی؟ چرا کار میکنی؟ بابات کجاست؟ پیره؟ فقط تو کار میکنی؟ اون یکی داداشت چند سالشه؟ نمیدونی؟ 15 سالشه؟ نه 13 سالشه؟ نانت در سرزمین زیتون گم شده است شاید، و آینده ات آتش زنه است اکنون که روشن می دارد تنور جنگ را، که فیض دیار یوسف و کودکی گم شده است در این نزدیکی که بازار چینی ها شکند. ولی روحت چه هولناک آرام است پیش از طوفان فردا. کودکی قنچه از رود صداقت به صفای آب است، کودکی صفحه از عشق و محبت به شکوه ماه است، کودکی سلسله عشق به دنبال سرشت است، کودکی لاله سرخ است به باغ امید. حالا این گلا چنده؟ هزار تومن؟ چند سالته؟ مدرسه هم میری؟ اصلا مدرسه نمیری؟ اینجا تو جاده بهشترا هر روز وای میشی؟ آره؟ بابا ننت کجا؟ اومد تو میه کاسبی رو کنی؟ چقدر بودی؟ چقدر میفروشی؟ چند خواهر برادری؟ Thank you.